دوستان عزیز، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که در پیش داریم اوقاتی بهتر، شادتر برای همه شما هر جای دنیا که هستید. اجازه بدید که من فیسبوک رو هم روشن کنم، چون ما بدون دردسر که نمیتونیم زندگی کنیم، باید فیسبوک باشه تا این دوستان بیاد یک اشتباه کنه، یک متوجه نشه، ما یقش رو بچسبیم و برای خودمون برنامه درست کنیم. سوربی، بله، اینم پسوردمون که به شما نمیگیم. و خوشحالم آقای فرزاد شبستری هم اینجا هستن و آقای فرخ سپهرار. هر وقت که آمدن بنده یک کم درباره ارتش ایران صحبت میکنم و از ایشون میخوام که دوست عزیز مواظب باش، مخصوصا اونایی که بیشتر چی میفرسین این ور اون ور، باید بیشتر مواظب باشی و میبینیم که چون بیشتر میفرسن کمتر دقت میکنن، چپ و راست موجب ناراحتی و اشکال میشه پیش بین دوستانشون. اون روز من یه چیزی برای ایشون فرستادم، نوشتم این ارتشی، یعنی یکی برای من فرستاده بود، به احتمال زیاد این نوشته آقای آریانپور، قبلا من اینو خونده بودم، ولی یکی از دوستان نوشته بود که آقای سوربی این همون ارتشی هست که آقای فرخ میگه اگر ارتش نبود ایران نبود، ما اینو برای آقای فرخ فرستادیم. این میگه آقا من گفتم این مال شیکاگو. میگه آقا تو اصلا داری اشتباه میکنی، این مال موضوع پایینه، شما داری با موضوع بالایی عوضی میگیری. بعد فقط برای اینکه بدونیم دوستان ما نه پشتکار دارن نه به حرف خودشون اهمیت میدن، وقتی که هیجان زده میشن 3 تا 4 تا پیام میذارن، بعد که میگیم بابا اینجوری رسم پیام گذاشتن نیست، درست نیست، یه پیام بذارید تا ما برای مردم پخش کنیم، هم اونا بفهمن شما چی میگی، هم من بفهمم شما چی میگی، هم بتونم جوابتون بدم. میگن باش من امروز چیز میکنم. بعد میرن دنبال همون این موزیکو بفرست برای اون، مراسم عزاداری رو بفرست برای اون، لخت شدن اینو بفرست برای اون، نقاشی اینو بفرست برای اون، این عکسای دروغ که میگه این عکس این دختر بیچاره رو اگر در بیمارستان برای اینو اون بفرستین مداواش مجانی میشه. طرف یک لحظه از خودش فکر نمیکنه چجوری با فرستادن این عکس به دوستان من به اصطلاح مخارج بیمارستان این دختر مجانی میشه. و خودمونو گذاشتیم سر کار، دیگران رو هم گذاشتیم سر کار، همش با هم دعوا. امروز باز دیدم آقای کابوسی یه چیزی نوشته بود که آخرش به این نتیجه میرسیم که به اصطلاح کی احمقه، کی نفهمه، کی نادانه، کی. و یه چیزی فکر کنم آقای لادن برای من فرستاده بود، خیلی قشنگ بود، تفاوت مدرک با درک. و به انگلیسی مثلا این میشه بگی knowledge، با اون یکی دیگه میشه خدای چی میگم فهم و شعور و اینها، همون مثل common sense و اینا هست که شما اینو تو دانشگاه و توی مدرک گرفتن نمیتونی پیدا کنی. این یه چیزیه که از توی خونه، از توی محل، از توی ذات خودت، از توی فرهنگ خودت پیدا میکنی. و متاسفانه ما میبینیم تو جامعه ما همه دنبال اینن که برن مدرک بگیرن، دنبال این نیستن که درک کنن، فهم و شعورشون بالا بره. در این مورد هم با دوستان صحبت میکنیم. امروز آقای لادن ساعت 3 بعد از ظهر با ما هستن. اون روز وقتی صحبت کردن یکی دو تا موضوع باقی مونده، یکی در رابطه با بازرگان که نخست وزیر دولت موقت بود و یکی دیگه در رابطه با اون ماجرای سفارت و گروگانگیری و اینها که اونم یکی دو ماه دیگه قراره به اصطلاح 13 آبان سالگردش باشه. و بعضی ها میگن ترامپ به خاطر این سالگرد گروگانگیری و سفارت آمده به اصطلاح تحریم ها را از اون روز شروع کرده. فکر نمی کنم همچین چیزی باشه. امروز هم باز خوندم براتون میارم، میخونم، نشون میدم با مدرک. میگه ترامپ اصلا این ادمینستریشنش یا اعضای دولت و اینها به فکر این هستن که اگه بشه با روحانی در این سفر نیویورک صحبت کنن. بعد یه دوست نشود آقای سوربی همه دارن میرن نیویورک، من واقعا دیگه نمیدونم چند بار باید بگیم بابا این قدر مطلق رو بذارید کنار، آقا همه دارن میرن، آقا هیچ کی نمیاد، آقا
آقا بگو من 4 نفر دوست دارم، دیشب رفتیم با هم دیگه نشستیم، عرق خوردیم، وافور کشیدیم، قمار کردیم، بعد اینا از این 4 تا گفت 3 تاش میره. بگو 75% دوستای من میرم. شما میدونین دیگه دوستای شما یا 4 تاش 8 تاست دیگه، بالاخره یا 3 تاش میره یا 6 تا میره. خلاصه این که خیلی تو کارمون اشکال هست، باید یکی یکی کم کم بگیم تا برطرف بشه. امروز جمعه هست، 21 سپتامبر 2018، برابر است با 30 شهریور 1397، و اون روز ما یه سری فیلمای پخش کردیم، از جمله این که توی ایران رفته بودن کتاب به اصطلاح این کیفای مدرسه، کیف مدرسه اون وقتا یه کیفای کوچولو بود ما میگرفتیم دست، و من هیچ وقت نداشتم کیف مدرسه، و الان شده این کوله پشتی ها که میذارن به اصطلاح رودوششون و اینا، خیلی هم بهتره برای بچه ها، دستشون آزاد، فشار به بدن و به پشت میاد به جای اینکه یه طرف بدن کشیده بشه. هر کدوم از ما ایرانی ها اگه میبینید میبینید یه دستون بلندتر از اینه، از بس اسباب کشیدیم بردیم خونه. در حسن این کیف و اینا رو پخش میکرد، بعد دیدم یکی دو تا از دوستان گفتن که ما نمیتونیم یوتیوب رو ببینیم. خب ما هم خودمون به مردم گفتیم که بابا زود تا یه اشکالی هست به ما شکایت نکنید، برید 2 جا 3 جا پیدا کنید و ببینید. بعضیا میرن رو فیسبوک، بعضیا میرن رو تلفن، ضمناً شماره تلفن هم هست 605، اینا من باید یه جا بنویسم، بذارید یک لحظه اینجا این بله این 605 475 58 83. این شماره تلفنی هست که بهش میگن call to listen، یعنی زنگ بزن تا گوش کنی. قبلا آدیو ناو بود، الان یه شرکت دیگه اومده از اینا خریده، اینا میخرن میفروشن. ما هم مثل مثلا غلامی که روی مزرعه هست، یا کشاورزی که با یه مزرعه اون فودال یا صاحبش عوض میشه، ما هم همراه اینا میخرن میفروشن. بانک هم همینجوره، کردیت کارتاتون هم همینجوره، مورگیج خونه، قسط خونه و اینا همه همینجوره، و واقعا یه زندگی سختی رو درست کردن. هرچی وسائل هی به نظر میاد که داره پیش میره برای آسون شدن زندگی، از اون ور میبینی آدما دارن زندگی رو مشکل میکنن. دیشب تبلیغ نشون میداد که الان دیگه آمازون با اون دستگاهی که ساخته تو خونه، میگه رادیو صدا رو بر بالا، در رو برات قفل میکنه، در رو برات باز میکنه، درجه حرارت خونه رو پایین بالا میکنه، بهش میگی پاپ کورن برام درست کن، با مایکروویو برات پاپ کورن، همون چوسفیل شما، نقل پیرزن ما شیرازی ها درست میکنه، و همه اینا هست. ولی از طرفی میبینیم همه میگن ما وقت کم داریم، و خب اگه این وسایل رو گذاشتن که به جای اینکه نیم ساعت 2 ساعت یه مثلا پاپ کورن درست کنی، الان تو واقعا 1.5 دقیقه درست میشه، پس چرا وقت چیز داری؟ اگر اون وقتا برای مثلا نظافت باید بلند میشدی، وسایل تو برمیداشتی میرفتی بیرون، حالا یا حمام عمومی یا حمام خصوصی یا نمره، ولی الان در باز میکنی میری دوش میگیری، 10 دقیقه قبل از برنامه میپری بیرون، چرا وقت کم داریم؟ همش وقت کم داریم برای که میخوایم بیشتر کار کنیم، زندگی بهتری داشته باشیم. نه زندگی بهتر، حقیقتا زندگی بزرگتری داشته باشیم، نه زندگی بهتر. یه برنامه هست، هر تو اون آقا هم وقتی صحبت میکنه هم میتونم بگم با 60% 70% صحبتاش موافقم. میگه شما چه سوار پیکان باشی چه سوار مرسدس بنز، اگه قرار به یه مقصدی برسی راه همین راهه، ولی قربونت برم با پیکان وقتی رفتی از شیراز به تهران، اونجا که رسیدی پیاده شدی به قول شیرازی ها کتی کتی یا دلا دلا با تا نیم ساعت راه بری، با مرسدس بنز صندلیش میدی راحت میشینی انگار بغلت کرده، یا دیگه ماشینای بهتر، یا میگه هواپیما شما از اینجا که سوار میشی چه با اون اکانومی بری چه با بیزینس و فرست کلاس، مقصد یکیه. بله مقصد یکیه، از اینجا من سوار میشم میرم فرانکفورت، وقتی اونجا پیاده میشم 2 روز فقط درد کمر و پا و سر و اینها دارم، بعد اونی که فرست کلاس سوار شده پاشم دراز کرده، خوراکم لابستر خورده و شامپاینم نوشیده، بعدم بلند میشه راه میفته میره سر کارش و میتینگش و اینها. و نه اون آقا هم هندیه، این هندی هم یک کمی وقتی میرن تو خط
چیز همون ماجرای بودا و بودیزم و اینها دیگه میخوان دنیا و زندگی رو ول کنن، به قول خودشون توی لحظه زندگی کنن، نه لحظه قبل نه لحظه بعد. و اما سینه زنی در لندن، سینه زنی در تورنتو، یه خانمی هست، من فکر کردم حالا این موهاشو زده، سنگینی موهاش اون موقع فشار می آورده به مغزش، ممکنه مغزش بهتر کار کنه، به نام سوسن ولایت. فکر کنم این یا همسر آقای ممقانیه یا دوست دخترشه یا هرچی، بالاخره میبینم خیلی دور اون این ور اون ور میپره و یه چیزی گذاشته بود سینه زنی توی کانادا. بعد من نوشتم، همم هی فوش میدن، میگم آقا خانم به اینا فوش ندید، ببینید اینا چقدر مرتب، چقدر متحد، حالا یا برای قیمه یا برای شربت یا برای نمیدونم آش نظری آمدن. خودتون نوشتین 4000 نفر از پلیس اجازه گرفتن پرچم و علم و بیرق و مأمور انتظامات و مأمور آب به مردم بده گذاشتن، ولی شما احمقا میان 3 ماه این حمزه پور همه رو مسخره میکنه، 20 نفرم جمع نمیشین اونجا. خب ببینید اشکالتون چیه، شما هر چی میخوای به سربی فوش بده، به این فوش بده، به اون فوش بده، درد تو درمان نمیشه. یه شعری بود میگو، بعد این نوشت که برو برو سربی، تو که زیر نیاک هستی. اولا من زیر هیچ که نبوده و نخواهم بود، اون آقای رضا پهلوی زیر اینه اونه، اون آقای رجبی مرحوم زیر این اونه، اون خانم مریم رجبی هر روز زیر اون اونه. من 20 سال مستقل وایسادم اینجا و میبینیدم که نه برای پول سرم رو خم میکنم، نه اگه کسی به اصطلاح برنامه داره حاضرم یکم از اون عقیده خودم بزنم به خاطر که اون برنامه داره. برنامه من موجوده از سال 2003 تا الان، تا اونجایی که امکانات ویدیو داشتن و بایگانی داشتن نگاه کن. بعد به این خانمه نوشتم که من قبلم نوشتم حالا شما میتونید به من فحش بدید و شما همین حماقت رو کردید. این فحش دادن تو فیسبوک و کاوسی بعض وقتا درست میگه. این زنا من نمیدونم، اون وقتا میگفتم پتیاره، بعضی از این زنا واقعا تو خیابون مثلا میدید دعوا میشه، چادرش رو میپیچه دور کمرش، میخواد بره مرده رو بزنه. الان اینا تو فیسبوک اون پتیارگی خودشون رو قشنگ نشون میدن. نظر شما چیه درباره این زنا، فوشایی که میدن یا این ویدیوهایی که دختر خانما درست میکنن؟ البته دختر و زن و اینا این روزا دیگه میدونید که یه خرج عملی میدن و این پرده های چینی و اینا اون دیگه قابل صحبت و اینا. اون وقتا یک کسی که ازدواج نکرده بود بهش میگفتن دوشیزه، وقتی ازدواج کرده بود میگفتن خانم. حالا که اینا معلوم نیست، 100 بار ازدواج کرده، 100 بار طلاق گرفته و اینها، بمانه. در هر صورت سری به فیسبوک بزنید، من اینجا هم این فیسبوک رو با دوستان مردم تیوی شیر کنم. آها داشتم اینو میگفتم که در یک منطقه یا در مناطقی ویدیوی ما رو هر کی میخواد نگاه کنه بهش میگه که این ویدیو کانتنت نمیدونم فلان چی، درست هم توضیح نمیده و در این منطقه به اصطلاح بلاک شده. بعد ممنونم از آقای پتیت، ممنونم از بها ابهری که اینا به من گفتن و من براشون فرستادم. ما میتونیم به صورت صدا براتون بفرستیم، میتونیم با اون تلفنی که بهتون گفتم 605-475-58-83، اگه تند گفتم حالا یواش میگم، 605 ایریا کد هست، 475-58-83 تماس بگیرید. قراره که این 24 ساعت کار کنه ولی هیچ چیزی گارانتی نیست. اگه میخوایم ببینید هیچ چیزی گارانتی نیست، اینه اینترنتی که به شما میفروشن میگه که خب 24 ساعته ولی شما بعضی وقتا بزنی میبینی کار نمیکنه، گیر افتاده یه جایی. مال ما که تازه مال بیزینسه و گارانتی هست و اینها، بعضی وقتا اسپیدش از اون چیزی که به همون قول دادن کمتره. وقتی زنگ میزنی شکایت میکنی میگی ما گفتیم up to، یعنی تا این اندازه، بهت نگفتیم این اندازه. تو ایران یه چیزی میگن سقف فلان، تا سقف اینقدر. حالا این سقف اینقدر خب از 0 تا 1000 این میشه بین این، اون کلمه up to 1000 رو میذاره up to 1000. شما فکر کنی همیشه 1000 مگابیت یا بیت
سپیدته، ولی میره یه دم این 400 500 اینا هم از صبح تا حالا اومدن اینجا زر زر که این چمنای ما رو مرتب کنن و کوتاه کنن. این ماجرای چمن و حیات و اینا هم تو آمریکا شده بیزینس، درست مثل این سگ هست که به جای اینکه سگ مواظب شما باشه، شما مواظب سگ هستین. سگ باید بره مثلا یارد رو تمیز کنه، اون وقتا میره موشی میگیره، گربه میگیره، ماری میگیره، حالا شما هی باید دنبالش را بری مدفوعش جمع کنی. این ماجرای باغ و باغچه بونی و اینا هم همینه، اسپرینگ میشه، بهار میشه، بده برو نمیدونم مالچ بخر بیار، یکم دیگه میگذره برو برو گل بکار، نمیدونم زمستون میشه دوای فلان بزن، تابستون میشه هی زر رو زر هر هفته پول بده. میان هوا رو هم کثیف میکنن. تمام این موتورای چمنزنی اگه نگاه کنید نه اگزوز یا سیستم دفع نه هواکش درستی داره و تمامشون فکر کنم بیشتر میشه بشه بیشتر موتورای دو زمانه است، چهار زمانه است. این سعید کاوسی هم که پشتکار نداشت بیاد یه مقدار این چیزها رو یاد بده، اصلا دیگه این روزا هم کسی یاد نگیره بهتره، چون ماشینا هیچ چیزی نداره که شما بتونی روش کار کنی یا درستش کنی. حتی روغنش هم میخوای عوض کنی، بعضیاش پلاگ روغن هم نداره، بعضیاش نمیدونم چی نداره، این به اصطلاح دیپستیک مال روغن نگاه کنی هم نداره. میگی چیه؟ میگی برو بشین تو ماشین تو صفحش روشن کن با اون تنظیم. اون روز دیروز بود رفتم بنزین زدم، من الان سال هاست وقتی بنزین میزنم این کیلومتر رو صفر میکردم، یادم نیست تو ایرانم این امکان بود یا نه، فکر کنم بود، میچرخم نمیشه، صفر میکنی وقتی میری دوباره بنزین میزنی نگاه میکنی اون، نه اون کیلومتر ماشین اصلی، اون رو نرین صفر کنین ها، اون کار دوستانیه که ماشین میفروشن. کیلومتر رو صفر میکنی، به این میگن تریپامیدر، یعنی تریپ یا مسافرت تو، سفر تو اندازه میگیری. بعد این به شما یک به اصطلاح شماره میده، بهتون میگه که مثلا 100 کیلومتر رانندگی کردی، حالا اگه تو ایران بود 100 تای 12 لیتر بنزین مصرف کردی، که اگر یه وقتی بنزین بریزه یه جایی موتورتون بد کار کنه اینها بنزین زیاد بسوزونه، شما میبینی ای با من راننده، همون راننده هستم، چجوری حالا 100 کیلومتر رفتم 20 لیتر سوزانده. یادتون باشه استاپ اند گو، ترمز بزنه وایسا و برو، فرق میکنه با اینکه سوار بشی بری تو جاده. شما وقتی سوار میشی میری تو جاده ممکنه برای هر یه گالون که 4 لیتره که مال اینجا 3.5 لیتر هست ممکنه 20 مایل بهت بده، ولی تو شهر ممکنه برای یه گالون 4 مایل هم بهت نده. چرا؟ شما هی بچت سوار کردی بردی وایسادی ایستگاه اتوبوس، ماشینت هم روشن بوده، هیچ جایی نرفتی، مایلاج نذاشتی یا اون کیلومتر میتر نشون نداده، وایسادی اونجا بعدم اومدی خونه، همینجوری ده بار رفتی اومدی شده مثلا 100 مایل، ولی میبینی مثلا بیش 3 برابر 4 برابر معمول. یادمه یه دوستی ما داشتیم ماشین خریده بود تو ایران، بعد رانندگی خوب بلد نبود، البته خودش میگه من رانندگی تو بیابون رو بلد نیستم، آخه بیابونای ما خیلی رانندگی سیف ایمنی بود، واقعا هر روزی جنازه مثل همین الان جنازه این ور و بر بود، و به ما گفت که اگه خواستی بری تهران من با شما میام تهران. گفتیم باشه. وقتی رفتیم من یادمه از شیراز روندیم رفتیم مثلا نزدیکای اصفهان 400 500 کیلومتر میشه و میشه خب باید حالا وایسی بنزین بزنی دیگه، 5 تا شاید هم نزدیکتر 4 تا مثلا 12 لیتر، حالا باید 48 لیتر بنزین بزنی. بعد وقتی من گفتم وایسیم بنزین بزنیم گفت نه آقا این ماشین من هفته به هفته من بنزین نمیزنم. گفتم آقا هفته به هفته شما از خونت سوار میشی میای فلکه شهرداری ماشین پارک میکنی دوباره میری دوباره میای، ولی ما امروز 400 کیلومتر اومدیم. بعد بالاخره این رو هم یاد گرفت. در هر صورت اینم از این. یه چیزی بهتون بگم که فکر کنم خانم فریمان اینو برای من فرستاد، از ایشون ممنون متشکرم، گفته که برای خانم ها بیشتر که خب آقایون هم وقتی میرن دندونشون رو چیز میکنن اکس ری میگیرن یا عکس از دندون ها هم میگیرن، الان چند سال رسم شده یه عکس از این ور یه عکس از اون ور، بعضیا حتی عکس پانورامیک از تمام دندوناتون میگیرن. این ماجرای اکس ری، این اشعه ایکس، حالا چرا براش اون موقع اسمی نگذاشتن گذاشتن ایکس، میدونید ایکس هر جا مجهول بود تو ریاضی از ایکس استفاده میکردن، و این اکس ری یعنی اشعه
ایکس. ریبن عینک، ریبن یعنی به اصطلاح عینکی که اون ری یا همون اشعه رو میبنده، بند میکنه، نگه میداره. فکر کنم اسمش از اینجا اومده، دوستان خوزستانی احتمالا بیشتر از من میدونن عینک ری بند رو، چون هر کدومشون متولد که میشن اگر همون موقع عینک نداشته باشن باباشون قبل از اینکه براشون اسم بذاره عینک ری بند براشون میخره. در هر صورت این عکس که میگیرن از دندون شما، مخصوصا خانوما که سال یه بارم میرن از سینه هاشون عکس میگیرن، ماموگرام میگه که این لباسی که به شما میدن، حالا تا اینجا تونو میپوشن و اینات، زمینن اون لباسه توش سربه، یادتون باشه سرب اکس ری رو به اصطلاح میگیره و نمیذاره سکوت کنه. میگه که این یقه نداره و اینجایی که یقه نداره اون اشعه میزنه، اشعه که میزنه به شما اینجا قده تروئیدتون بزرگ میشه. میگه از این به بعد هر وقت رفتید از اینا بخواین که این قسمت اینجا رو هم کاور کنن، بپوشونن. و دارن بعضی از این لباس ها دو تا سه تا تیکه هست، ممکنه حتی آسین شما رو هم بپوشونن. در صورت اینم از این، از این ور یه چیزی میدی، از اون ور یه چیزی میگیری و اینجا میگن take and give، یعنی یه چی میگیری یه چی میدی دیگه. این دوستمون نوشته بود که دندون سازا اکس ری و اشعه ماموگرام باعث میشه که درصد این که شما سرطان تیروئید بگیرین یا قده تیروئیدتون بزرگ بشه زیاد میشه. خب البته بعض وقتا مثلا میبینی، حالا مثلا میزنم، تو 100 نفر یه نفر میگیرن، ولی اگه همین 100 نفر نرن دندون پزشک، اگه همین 100 نفر نرن ماموگرام، میبینید 20 تاش از دندون درد و نمیدونم اینفکشن عفونت فوت میشه، 5 تا از نمیدونم سرطان سینه فوت میشه. آزمایشای اینجوری رو بعضی وقتا اون شرکتایی که میخوان در جهت خودشون استفاده میکنن. بعد دیدم که یک نامه دیگه ای نوشته بودن که دکتر فلانی در فلان دانشگاه گفته اگه شما لیمونات همین شربت آب لیموی خودمون، اینا میگن لیمونید، یا بله لیمونات تو ایران هم میگفتن، اونایی که آبادان میرفتن، بندر عباس میرفتن، میگفتن لیمونات. در اصل همون شربت آب لیمو خودمون، مخلوطی هست از آب، شکر و آب لیمو. حالا من نمیدونم شما جاهای دیگه هم آب گرم و آب لیمو صبح میخوردید قبل از ناشتا، قبل از صبحونه وقتی میرفتید یه جا آب گرم، حتی تو خونه ها، حالا یا مادر بزرگ یا مادر یا پدر، یا آب گرم و آب لیمو میداد، بعضیا شیرین میخوردن بعضیا نمیخوردن، و میگفتن اینو وقت میخوری شب تا صبح این گلو و روده و فلان اینا هیچی داخلش نبوده، این آماده میکنه، باز میکنه. این خانم باز نوشته که اینو برای دوستانتون بفرستید، چون اگر مردم شروع کنن لیموناد گرم یا ولرم، ما میگیم ملول، بنوشن، خطر مرگ کمتر میشه. حالا چه دلیلی داره دیگه نخوندم. هر کاری شیرازی انجام میدن شما انجام بدید، شما هم مثل اونها موفق میشید. من بارها گفتم تمام اینایی که جوک میگن شیرازی ها تنبلن، اینها نمیدونن ما تمام چیزای خوبی که داریم به خاطر آدمای تنبل هست. یعنی اونی که بارو گذاشته رو دوشش برده، اون یکی هم بهش گفته خدا قوت، بعدم باد فتح گرفته، اون اگر گفته بود مثل شیرازیه که من چرا زور بزنم یه چرخ درست میکنم، حالا نه اینکه چرخ رو شیرازی ها درست کردن، ولی خیلی از چیزها رو آدمای تنبل به نظر من و شما، ولی این آدمای تنبل کسایی هستن که فکر زیاد میکنن. در هر صورت خیلی، حالا شیراز بیاز، من به دوستی داشتم نامه مینوشتم و اینها، نوشت که 2-0 به نفع واشنگتن. گفت آقا گروه پدر واشنگتن با این اعضایی که اینجا هستن بنویس به نفع شیراز. ایشون هم لطف کرد و نوشت به نفع شیراز. دوستان لطف کنید برنامه ما رو روی فیسبوکتون شیر کنید با دوستانتون، و این فیسبوک هر روز عوض میکنه. من اگر 2-3 هفته پیش نگاه کنید گفتم که این اوزمن اینجا که من نشستم، این کتابخونه
لایبرری آف کانگرس هست، یعنی کتابخونه کنگره آمریکا، که میدونید میگن هر جای دنیا هر چی چاپ میشه یه نسخهش اینجا میمونه. من فکر نمی کنم این کاملا صحیح باشه، ولی از این که اینها بزرگترین آرشیو رو دارن و اصلا یه ساختمونی به نام آرشیو و بایگانی و اینها هست، اگه اومدید واشنگتن دوستان حتما اینو ببینید، یکی از زیباترین شهرهای آمریکا واشنگتن، مخصوصا شباش، مخصوصا توی آخر هفته ویکند که ترافیک سبکتره و اینها، حتما اینا رو ببینید. من اتفاقا با آقای لادن وقتی اینجا بودن گفتم که توی برنامه ها هم میگم به دوستان، وقتی میان روز اول 3-4 ساعت با این اتوبوسایی که 30 دلار 40 دلار 50 دلار بستگی به حالا وقتش و اینها داره ازتون میگیره، به اصطلاح بدین سوارشین بگردین این ورو ورو، وقتی توضیح میده بعد علامت بزنید، بعد فردا سر دل استراحت سر صبری، الان آقای صبری حسن پورم اینجا هست، اون وقت برید اونجاهایی رو که علامت زدید یکی یکی ببینید، برای این نیم ساعت بذارید، برای اون یه ساعت بذارید. و به نظر من توی ایران باز میگفتن که دنیا رو دیدن بهتر از اینه که بهتر از دنیا رو خوردنه. شوخی هم میکردم میگفتن حالا هرچی بخوری ماکسیموم تو فردا پس میدی، ولی وقتی میبینی همه عمرت این خاطره است و تو ذهنت میمونه، ناگفته نمونه. که الان من بعضی وقتا فقط اینکه عکس باشه نگاه کنم بفهمم کجا بوده، ولی دارم رانندگی میکنم یه دم میگم اونجا کجا بود، ما رفتیم کنار یه رودخونه قشنگی بود، هرچی فکر کنم یادم نمیاد، تگزاس بوده، یونان بوده، فرانسه بوده، انگلستان بوده. اینم یکی از مشکلات اینی که وقتی این ور ور زیاد میری بعد حالا ردیف کردنش و اینها یکم مشکله. یه دوستی یه شب یه جا مهمون بودیم، گفت که خودش و همسرش تو این سن و سال هنوز کار میکنن، گفت که والا ما هم هممون آرزومون این بود کار کنیم پولدار بشیم بعد همش بریم بگردیم، حالا که کار کردیم پولم داریم الحمدلله وضعمون خوبه، میگیم آخه کجا رو بریم بگردیم، هر روزم که نمیشه مثل مسافر کیف دستت باشه از این بر خیابون بری اون بر خیابون، از این شهر بری اون شهر، و اینم یه مشکلی شده. تو خونه هم اگه بشینی بعد از یه هفته اگه هر دوشون خونه باشن دعوا میشه، اگه نباشن هم حوصله‌تون سر میره هم وزن اضافه میشه از بس که هی سر میزنی به یخچال و خوراکای به اصطلاح روز قبل و شب قبل رو میخون. اینجا میگه که all your friends were selected. قبلا فیسبوک یه برنامه ای داشت میزدی به تمام دوستات خبر میداد، بعد اینا فهمیدن چرا ما اینو مجانی بدیم به سوربی، که سوربی از دوستش 10 دلار بگیره برای همه بفرسه، ما نمیذاریم، تگ میکنیم، اونم مثل که مثلا 50 60 تا هی باید بشینی یکی 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 اسم اینا رو بزنی. بعضی پروگراما هست که خود اون پروگراما یادتون باشه اینا میرن پشت کامپیوترتون ویروس میذارن، کار میکنن، کوکی میذارن، اینفورمیشن میگیرن، اونا ممکنه این کارو بیشتر انجام بدن. حالا اینجا با پروگرام کروم با فیسبوک یه آپشنی داره به نام invite all friends، یعنی تمام دوستانت رو دعوت کن. وقتی اینو میزنی اول میگه صبر کن من دارم یکی یکی میارمشون، انگار میخواد بره حالا تو خونهشون دستشون رو بگیر بیاره. بعد یه چند دقیقه الان اینو نوشته که میگه انجام شد، all your friends were selected, thanks for using Facebook invite all, if you like please share. ما شیر کردیم، وظیفه ما اینه، تازه وظیفه هم نیست، این خدمته، باز فرق وظیفه و خدمت یادتون باشه. آقای آریان پور امروز یه چیزی فرستاده بود، نوشته بود که این عکس سال 1337 گرفته شده، مربوط به سفر محمد رضا شاه پهلوی که برای بازدید از پالایشگاه نفت آبادان تشریف آورده بود و در خانه شماره 3 بریم آبادان در منزل مدیر عامل شرکت نفت آن زمان دکتر رضا فلاح بود اقامت گزیدند. شه بانوی گرامی ممکن است جواب دهید که ملکه ثریا پهلوی یا شما کدام یک لیاقت بیشتری برای جایگزینی در این مقام شامخ را دارا بودید؟ منظورتون چه مقامیه؟ شهبانو بودن یا اینکه به اصطلاح جانشین سلطنت بشن، یا یک کلمه دیگه استفاده میکنن که گویا شاه این کارو انجام داده بوده برای فرح پهلوی که تا موقعی که رضا پهلوی به سن قانونی نرسه
فرع پهلوی اون مقام رو داشته باشه. و یه چی بهتون بگم دوستان، باورتون نمیشه، من اینجا بیمه داشتم، شرکت بیمه، و وقتی شما میری همون لایسنس که تو ایران بهش میگن لیسانس، اینجا بهش میگن جواز، اجازه، هرچی، اونو بگیری بهت یاد میدن که قانون میگه که اگر شما بیمه باز کردی، دفتر بیمه، همسایت اومد بیمه خرید، اون دوست اومد ماشین بیمه کرد و فلان، و شما صبح بیدار نشدی از خواب، مردی، همسر شما بدونی که لایسنس داشته باشه اجازه داره کارای بیمه شما را انجام بده. و این یه قانون به نظر من مسخره ای الان. اینو اون موقع ها بوده که از همون قانون اساسی شروع شده، بعدم این قانون ها. تو سنا طرف وقتی میمیره زنش یه شبه میشه سناتور، در صورتی که ممکنه این اول سناتور بوده چون مردم اطمینان داشتن باهاش که دیگه حالا مسئله اطمینان هم از بین رفته، فقط پول مونده، بعد ممکنه ازدواج کرده باشه با این خانومه که اصلا این خانومه هیچ چیزی از سیاست و اینها نمیدونه، ولی اینها که میشن شهبانو یک شبه، اون که میشه خانم دکتر یک شبه، اون که میشه خانم سرهنگ یک شبه، این اشکال فرهنگ ما بود. و آقای آریانپور، شما وقتی میگید کدوم یک از شما، هیچ کدوم از اینا، و خدایش اگه بخواین خانم سریا هم، حالا یادمه این آقای عقیلی پور یک عشق و علاقه و به اصطلاح لطف خاصی به این خانم سریا داشت و میگفت به اصطلاح شهبانوی مظلوم ما، ولی خانم سریا هم همچین مظلوم نبوده، ایشون هم دختر یکی از خانهای اسفندیاری بوده دیگه، نه، و مادرش هم اگه اشتباه نکنم آلمانی بوده، وقتی هم با شاه ازدواج کرد و طلاق گرفت، ماهی نمیدونم چقدر پول، چون دقیقا نمیدونم نگم بهتره، از ملت بدبخت و فقیر ایران از گوش گلو اینا میگرفتن میدادن به خانم سریا. خانم سریا خوب زندگی کرد، توی دو تا فیلم هم بازی کرد و اینا، وقتی هم مرد تمام پولاش رو داد به گربه هاش، یعنی حتی به 4 گرسنه ایرانی این پولا رو نداد، حتی برای خودشون، برای نمیدونم اون طایفه اسفندیاری و فلان اینها نفرستاد. به نظر من هیچ کدوم، به نظر من اینا باید یه قانونی باشه که اگر طرف رفت، مثل اینجا اگر امروز رئیس جمهور فوت کنه، معاونش میشه رئیس جمهور، بله تمام روزم باهاش بوده، میدونه کارا رو چجوری انجام بده، اگه دوتاشون بمیرن سخنگوی مجلس میاد، فعلا میشه فکر کنم باقی مونده اون ترم میشه این. ولی این عکس رو که ایشون فرستادن اجازه بدین ما هم نشون بدیم که خود این عکس رو هم، بله، بعد که من برای ایشون نوشتم که سلام، به نظر من این خانم هم دست کمی از فرح نداره، ایشان هم پس از این همه سال که از ایران پول گرفتن همه را به گربه های خود بخشیدن. آقای آریانپور، کارمون خیلی خرابه، صحبت از این زن یا اون زن نیست، شاید فوزیه از همه اینها بهتر بود چون ایرانی نبود، نمیدونم، اونم میدونید دختر نمیدونم شاه فلان مال مصر بوده، مال کجا بوده خبر ندارم. بذارید ببینم این عکس رو هم میتونم بهتون نشون بدم. آقای مرتضوی لطف کرده درست همین در حین برنامه ما 3 وقت داریم، زنگ نزده ولی 2:29 وقت زنگ زده، پیغام گذاشته، احیانا میخوان یه چیزی درباره صحبتهای من بگن که پخش میکنم، ولی بذارید عکس قدیمی ملکه سریا رو من اینجا بهتون نشون بدم. بله، یک لحظه، اینجاست این عکسه، که البته به نظر میرسه این عکس یکم کهنه شده، یه نفر خواسته روتوشش کنه، ریتاچش کنه، برداشته لب همه اینها رو مشکی کرده، یعنی حالا اون زمان قرمز بوده، تو عکس سیاه و سفید مشکی میشه. به نظر من دیگه این خیلی بیش از حد، ببینید لبا رو چجوری، بعد دیگه این آخرا که رسیده یکم خسته شده اینا رو کم رنگ تر. ولی این خانم سریاز اگه اشتباه نکنم چشماش آبی بود یا سبز بود، همون حاصل این مثلا ازدواج اسفندیاری با آلمانیا. شما نمیدونید تو این طایفه های قشقایی و لور و اینها چقدر دخترای زیبا
مردای زیبا و قد بلند. مردا رو وقتی میگی زیبا، بعضیا یه کمی چیز میشن، هندسام، خوشتیپ، قد بلند هست و اینها، و ما فقط عقده برامون درست کرده بودن که عقده خارجی ها رو داشته باشیم، در صورت که خودمون از اونا هیچی کم نداشتیم. اینم از این. ببینیم آقای مرتضوی چی میگه. آقای مرتضوی، این کاری که کردی درسته، به همین شماره تلفن 202-695-2573 هم میتونید پیام بذارید، هم میتونید تکس ارسال کنید. و اون تلفن من معمولا استفاده نمی کنم. من میتونم بگم هنوز تنها کسی هستم که این تلفن همراه رو به همون عنوان تلفن امرجنسی استفاده میکنم. همینجوری از صبح مثل آقای حمید نجاری که دارم میرم آکشن، حالا خانمشم گفته دیگه به من زنگ نزنی یا مزاحم من نشی یا من میخوام بچه رو ببرم مدرسه، خب چیکار کنم؟ به آقای سوربی زنگ میزنم. سوربی جان چطوری؟ خوبم. دوباره دو دقیقه. چطوری؟ آقا خوبم. دوباره سه دقیقه دیگه. چطوری؟ آقا من خوبم. به نظر میرسه که شما بهت آلزایمر دست داده، چون سه بار تا حالا پرسیدی چطوری. اینجوری نباشه، از تلفن ها استفاده نکنید. بریم پیام آقای منتظری رو با هم بشنویم و ساعت 3 میبرمتون با آقای لادن صحبت کنیم. 1:43 ایشون پیام گذاشته. بفرمایید. آقای سوربی با سلام و درود فراوان، یعنی درود برای اونایی که اهل درودن و سلام برای اونایی که اهل سلام هستن. خواستم بگم من از آدیونا دارم گوش میکنم و تا اونجایی که میدونم آقای سوربی از بحث در مورد مسائل زنان خودداری کنید، چون من میگویم تا اونجایی که من میدونم عکس برداری نیست اصلا. من میگویم یه تاچ هایی هستش که دکترها به وسیله اون چیزها اگه یه چیزی سفتی در سینه ها مشاهده میکنن، بعد دست به اقدام میزنن. بعضی دکترها با دست، بعضی ها با دستگاه، ولی من میگویم عکس برداری نیست. ضمناً لیمینید هم گرم نمیکنن. هر کسی به شما گفته فکر کنم شاید اشتباه بوده. در امریکا از قدیم یه چیزی هستش که برای صبح ها میخوردن برای وزن کم کردن علاوه بر چیزهای خوب، همون آب لیموی تازه رو میگیرن با یه لیوان آب داغ، یعنی آب داغ منظورم اینه که توش خورده، میریزن تو اون، سرد میشه، همینطوری میخوره دیگه، شکری نوش نیست. و خوبیش هم همونه، چون ویتامین سی و تشکیلات در همین لیمو و برای سلامتی و وزن کم کردن هم فوق‌العاده است. ناشتا میخورم، چون من این کارو کردم و میکنم دارم به شما میگم. همین خواستم به شما این اطلاع رو بدم. من گوش میکنم. قربان شما. امیدوارم که حال همه ی دوستا خوب باشه. خیلی ممنون. اونجایی که شما میگین در رابطه با زنها صحبت نکنیم و این هیته اگه وارد شدید خیلی خطرناکه، با شما 150% موافقم. ولی دوست عزیز، مخصوصا شما چون ژورنالیستی هستی که من باورت دارم، قبل از اینکه یه پیام اینجوری بذاری ما عمومی زد پخش کنیم، اقلا توی گوگل بزن Is mammography involving x-ray، بعد نگاه کن. همیشه شما که داشت صحبت میکردی من زدم، نگاه کنید ببینید چی نوشته. Select area، من براتون اینو نشون میدم. میگه low dose، یعنی و نوشته هم اکس ری، هیچ ری دیگه هم نیست، هیچ اشعه دیگه نیست. ببینید imagining اون، حالا اونی که دست میزنن تازه بعد از اینی که عکس میگیرن، که حتی خود زنان باید آزمایش کنن، وقتا وقت حمام میرن که گرم بدن میشه، اصلا یه چیزایی هست که میدن به خانما آویزون کنن که وقتی میخوان برن حمام یادشون باشه خودشون معاینه کنن. آقایون شما هم خودتون میتونید معاینه کنید، وقتی حمام میرید مخصوصا بیزه هاتون رو دست بزنید، بدنتون رو دست بزنید، و البته اینقدر دیگه به خودتون دست نزنید که خیلی خوشتون بیاد. ببین آقای مرتضوی، low dose x-ray system to see inside the breast، اگر اینجوری نبود این عکس رو از کجا میبردن؟ در حصولت این ماموگرامی یا ماموگرام، البته اینجا میگن ماموگرافی،
اوکی این از در رابطه با لیمونید من گفتم که خانم فریمان اینو فرستاده و این خوبه. کی خوبه؟ که تحقیق کنن دیگران، بگه آقا دیدید هر دردی شما دارید، طرف میگه یه پیاز کات کن بذار اینجا، حالا فردا میری مهمونی میبینی یکی پیاز کات کرده گذاشته اینجاش دور سرشو پیچونده. ببخشید حالا یه جوکی هم من بگم شاید خوب نباشه، این ماجرایی که خیار میبرن میذارن رو چشمشون. اون روز این آقای بیلمار میگه میدونید این از کجا اومده؟ این خانمایی که تنها هستن گاهی وقتی خیار با خودشون داشتن، پسرش بچهش میاد پشت در میگه مامان چیکار داری؟ میگه که برو من دارم مثلا چی میکنم، بعد که خیار استفاده کرد میذاره اینجاش که بچه‌ای که میاد نگه با خیار چیکار کرده، به گذاشتن رو چشم. اینا جوکه ها، خیلی بهتون بر نخوره. گاهی بهتون بر میخوره، شما دقیقاً همون هستی که من میگم. این از این ماجرای لیموناد و آب گرم و اینها، من که نگفتم آقا ما شیرازی ها شربت آب لیمو درست میکنیم گرمش میکنیم. گفتم صبح که بیدار میشین، اتفاقا یادمه آب جوش نمیریختن، یعنی میذاشتن سرد بشه. حتی اگه از سماور، توی شیراز خیلی سماور استفاده نمیکنن چون هواش انقدر سرد نیست، کتر آب بود یا هرچ، میذاشتن یکم این آبه، کلمه ملول هم استفاده کردم، کلمه ولرم شما رو هم استفاده کردم، اینجا میگن وارم نمیگن هات، هات یعنی آب جوش یا حتی بویلی، ولی وارم که میگید میشه ولرم، میشه ملول، میشه نمیدونم یه کمی گرمتر. بعد آب لیمو میریختن تو، چون میگفتن که آب لیمو اینها ویتامین سش تو گرما میمیره. این رو هم از همون موقع بلد بودن. خیلی خوشحالم که شما میتونید از طریق این تلفن برنامه رو ببینید. خود من امتحان کردم دیدم چقدرم چیش کمه، تأخیرش کمه، چون قبلا من برنامه رو پخش میکردم، اون رادیو رو یا اون تلفن رو میذاشتم از اینجا بره هر جا دور کره زمین دور بزنه، بره تو یوتیوب، یوتیوب که پخش میکرد از اون بگیره، بعضی وقتا حتی نزدیک به یک دقیقه تأخیر داشت. ولی بعدی که این سعید لطف کرد این کامپیوتر رو کمک کرد و ما خریدیم، گفتم wait a minute، خب دیگه من این برنامه رو مستقیم میذارم از صدای میکروفون، مخصوصا تو برنامه های زنده از صدای میکروفون، وقتی هم که برنامه زنده نیست از اون صدای ضبط شده برنامه میذارم، کاری به این سیستم نداره و اون کامپیوتر چیز اینجا جدا هست، کامپیوتر شماره تلفن 605-475-5883. اینم از این موضوع. روزهای دوشنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر با آقای جلیل مرتضوی هستیم. آقای مرتضوی اگه میخوای شماره تلفنتو بگو تا من اینجا بنویسم، در حین برنامه زیر برنامه بنویسم، مردم با شما تماس بگیرن. امروز با آقای مینویی صحبت میکردم، مثل اینکه وقتی شماره تلفن ایشون رو نوشتیم دوستانی تماس گرفتن، پیام گذاشتن. ایشون باز تاکید کرد که من پیام ها رو میتونم گوش بدم، توی برنامه هم استفاده کنم، ولی مثل قدیم نمیتونم توی برنامه پیامو پخش کنم، برای که تلفنم یه اشکالی پیدا کرده، یا این بنده خودم خب از لحاظ چشم اشکال داره، آقای مینویی سال هاست و به خاطر همین اگه تو برنامه قبلیش هم دیده بودید یه دستگاه استفاده میکنه، این کاغذی رو که مثلا نوشته چاپ کرده میذاره داخل اون، بزرگ میشه و میتونه بخونه. این هم از این ماجرا. خب 2:30 بعد از ظهر دوشنبه با آقای جلیل مرتضوی هستیم، 3 بعد از ظهر دوشنبه با آقای مینویی هستیم، چون آقای مینویی هم هفته قبل که با ما بودن صحبتایی که شد اون چیزایی رو که ما پرسیدیم شماها پرسیدید ایشون تموم نکرد. حالا امیدواریم توی این جلسه بتونیم باهاشون صحبت کنیم. ساعت 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد هستیم، برنامه شماره 196 حسن ارشاد درباره بررسی اسنادی که باب بهاءالله را تکفیر میکنه. باورتون میشه این دین بهایی هم که اینقدر میگن ما خوبی؟ ما یادمونه توی شیراز یه سری بابی داشتیم یه سری بهایی داشتیم، خود اونام اختلاف دارن با هم. بعد تازه ایشون میگه که باب بهاءالله را تکفیر نموده، حتما نگاه کنید. خب برنامه فرخ رو گفتم، ولی درباره ارتش ایران بد نیست فایلی رو که من برای فرخ فرستادم و اون بدون اینکه فایل رو ببینه یا باز کنه
فوری حمله کرد که آقا تو همه چی رو مسخره میکنی. گفتم آقا من چی رو مسخره کردم؟ شما درباره ارتش صحبت کردی، یه دوستی هم گفته آقا منظور آقای فرخ این ارتشه یا یه ارتش دیگه ایشون خبر داره. بریم با هم این ارتش ایران رو که در دو رژیم پدر شاه، بعضی از شماها ممکنه یادتون باشه، و خود شاه و بعدم که آخونده در سه رژیم، البته این میشه دو رژیم، وقتی یه سیستمی ادامه پیدا میکنه این دنباله همون رژیم پهلوی بوده. اینجا نوشته با فرود آمدن نخستین بمب‌ها در مشهد، رشت و شمال آذربایجان، ارتش شاهنشاهی از هم پاشید. در جنوب نیز پس از غرق شدن تنها دو کشتی جنگی رژیم، دریادور بایندور و افسرانش که خانه به خانه مقاومت می‌کردند شهید شدند. از سید ضیاء تا بختیار. اینا رو تو کتابا معمولا میگم آقای آریانپور اینجوری مستند می‌نویسن اینها. در خوزستان تمام تانک‌ها و زرهپوش‌ها و مراکز نظامی بمباران و نابود شدند و آمار دقیق از کشته یا زخمی و مفقود در دست نیست، ولی یک رقم تقریبی وجود دارد که نزدیک به 30,000 نفر می باشد. گیلان غرب یا گیلان غرب با 2,000 تن نظامی بمباران شد و 6 هواپیما که برای مقابله پرواز کردند نابود شدند. زمانی که نیروهای انگلیسی از کرمانشاه به سوی شاه آباد در حرکت بودند، نیروهای ایرانی یک جاده را تخریب کردند و عده‌ای از مردم درخت‌ها را بریده و جاده‌ها را بستند. انگلیسی‌ها برای تنبیه و انتقام منطقه را بمباران و گلوله باران کردند. لشکر 5 و 12 کرمانشاه و سنندج با 30,000 تن پیاده نظام در منطقه زبری یا زبری، نظامیان ایرانی شجاعانه جنگیدند و صدمات و تلفاتی به قشون انگلیس زدند. ولی به خاطر قدرت نظامی برتر انگلیس و ضعف فرماندهی در افسران ایران، خطوط دفاعی در هم شکست و از بین رفت. نیروهای شوروی 25 آگوست پایگاه‌های هوایی ایران را بمباران و نابود کردند و ارتش 47 شوروی با بیش از 1,000 تانک و سوار نظام از مرز آذربایجان شوروی وارد آذربایجان ایران شدند. شدت بمباران و سرعت حرکت روس‌ها دفاع تبریز و ارومیه و جلفا را در هم شکست. لشکر سوم ایران نتوانست به موقع به دفاع برخیزد، پلها را نابود و از منطقه دفاع کند و همه چیز از دست رفت. حتی در چنین وضعی نیروی شوروی به بمباران و نابودی ادامه دادند. تیپ 15 اردبیل با دو هنگ مجهز که می توانست از منطقه دفاع کند، سرتیپ قادری فرمانده پادگاه با وسایل شخصی فرار کرد. تیپ بدون فرمانده پس از چند بمباران در هم شکست. حسین مکی در تاریخ 20 ساله سیاسی ایران جلد 7 می نویسد هدف از حمله به ایران بر هم زدن اساس کشور و قدرت مرکزی دولت و به دست آوردن کلیه منابع مالی و وسایل ارتباطی و و. بنابراین ارتش و نظامیان باید نابود و خونسا می شدند. چرچیل می نویسد چون انگلستان و روسیه برای حفظ موجودیت و حیات خود جنگ می کردن، در چنین جنگی هر عملی جایز است. از کتاب زکاالملک فروغی و شهریور 1320 ایشون نقل قول میکنه شهریور 20 فرا رسید و روز سوم از شمال و جنوب به کشور ما حمله شد و جمعی از سربازان و افسران و مردم شهرها کشته شدند. امروز در حضور شاه گزارش از وضع لشکرها این بود: انگلیس در حمله به خلیج فارس عده زیادی از افسران و سربازان را به درجه شهادت رسانیده و از جمله دریادار و رئیس ستادش شهید شدند. خسارات وارد بسیار زیاد است. حالا این تازه لطف کردن، نگفتن که با اولین چی خود ارتش و پادگان و اینها دیدید فرمانده وسایل شخصیش برداشت رفت، سربازا رو فرستادن خونه هاشون منزلشون،
اینایی هم که مردن لابد همون اولی بوده که بمبارون شده، اینا هنوز وقت پیدا نکردن که در برن از اونجا. ساعت 2:53 است. اجازه بدید ما این اسکایپ رو روشن کنیم، آماده کنیم برای آقای امیر حسین لادن. بهتون گفتم در به اصطلاح دیداری که ایشون از واشنگتن داشت صحبت هایی شد و قرار شده که هفته یه بار، هفته دو بار، هر روز این دوستان برنامه داشته باشن. من به هیچ کس به اصطلاح از این طرف پیشنهاد میکنیم، ولی چی میگن، دستور نمیدیم یا فشار نمیاریم که این کار انجام بده. وقتی از اون میپرسن میگیم خب بله این هست. ببینید یکی از 8 اصول جنبش و جنبش های مردمی گراس روت اینه که شما میگه نیو میدیا، حتی نمیگه میدیا، یعنی شما رسانه ای که داشتی تا دیروز توی اون میشناسنت اونو بذار کنار. امروز که میخوای شما بیای اینجا، نیو میدیا، نیو پروگرام، نیو برنامه، نیو آدم و همه چی. در صورت اگه اینها هم تصمیم بگیرن، به مجردی که اونها تصمیم بگیرن من هم به شما خبر میدم. اجازه بدید من آقای لادن رو اینجا پیدا کنم. درباره آقای هوشنگ امیر احمدی، به نظر میاد آقای هوشنگ امیر احمدی هفتگی در تلویزیون‌های مختلف برنامه داره، چون ایشون نبوده و مسافرت بوده. من باهاش تماس میگیرم، اگه خواست اون برنامه رو در این تلویزیون میتونیم نشون بدیم، اگر نه میتونیم برنامه های زنده ای داشته باشیم و شما هم احتمالاً اینجا وقتی کسی میاد اون طرف هست که میگه تلفن باز باشه، اسکایپ باز باشه، فیسبوک باز باشه، یعنی کسی که برنامه داره مسئوله. من مسئول این برنامه هستم، فعلا با فیسبوک با شما تماس میگیرم، قرار قبلی داشته باشیم با اسکایپ، با تلفن و دیگه مثل قدیم تلفن رو از اول برنامه باز نمیذارم که یه نفر بیاد و برنامه رو ببره به اون سمت و سویی که خودش میخواد. چند 14 دیز گو، بله، چون هفته پیش جمعه ایشون اینجا بودن و ما دو روز به اصطلاح پربار داشتیم، از ایشون خیلی چیزا یاد گرفتیم و دیگه بعضی وقتا هم نمیشه از صبح تا شب بری بنده خدا مزاحم اینا باشی. من چند بار ازشون سوال کردم جایی نمیخواین برین، دوستاتون رو نمیخواین جایی ببینین اینا، و تا اونجایی که تونستیم و وقت اجازه داد با ایشون بودیم، صحبت کردیم. حالا اگر تصمیمی بگیرن اونها رو هم به شما خواهیم گفت. 4 دیگه به ساعت 3 باقی مونده. سرطان گلو و تیروئید رو گفتم، اکسری دندانپزشک و ماموگرافی رو گفتم و یک چیزی رو من برای آقای لادن تعریف کرده بودم، گفتم که سر صحبت شده بود و اینها توی همین کلکلای ایمیل و فیسبوک و فلانا، بهشون گفتم که من از فلوریدا یه خاطره ای دارم، وقتی شما اومدی اینجا برات تعریف میکنم، که همون اوائلی که ما اومدیم اینجا انگلیسیمونم بدتر، انگلیسی خانم من بهتر از من بوده همیشه و من چون آلمانی یاد گرفتم و بعد اونجا انگلیسی یاد گرفتم یه کمی هم قاطی کرده. در صورت ما با اون انگلیسی چی میگن کمی که میدونستیم، دوستامون که از آلمان اومده بودن اینجا فلوریدا بودن و اون موقع ها هرچی کمتر زندگیت کوچیکتر باشه دید و بازدیدات بزرگتر، بهتر، به دوستات بیشتر میرسیم. ما بلند شدیم با ماشین، باورتون نمیشه، با یک ون قرازه میرفتیم، خاموش میشد میزدیم کنار، روشنش میکردیم و اینها. بعد اصلا بلد نبودیم قانون آمریکا رو، رفتیم یه ون خریده بودیم وسایلمون رو بریزیم توش، بچه‌ها رو نشوندیم، ولی چه کیفی کردن، بالش و متکا و یه تلویزیون انقدی $50 هم خریده بودیم، نگاه میکردم. رفتیم اونجا که رفتیم پهلو دوستامون گفتن که خب روز خوبی اومدین، گفتیم چه خبره، گفتن امشب ما مهمونی. گفتیم کجا مهمونی؟ گفتن خونه شاگرد این دوست شما. دوست من اونجا آقای جواد گلچین یک چیزی درست کرده بود، اینجا میگن اپوستری، یادتونه تودوزی ماشین اینها، خیلی هم وارد بود. بعد اونجا که رفته بود تو کار قایق و اینها، خیلی هم درآمد خوبی داشت و وضع خوبی داشت و اینها. یکی از این کارگرایی که براش کار میکرد دعوتش کرده بود مهمونی. این اسپانیش ها همیشه مهمونی میدن، خوشحالن، شادن. خلاصه اینا گفتن شما بیا، گفتیم بابا بی دعوت که خونه، گفت آقای از این خبران نیست که میریم، کم بود نون میذاریم پاش، نبود نمیخوریم، کم بود میریم مکدونالد، واقعا اینجوری بود. خلاصه رفتیم ما خونه اونها و اینها، شام که ماشاءالله زیاد و اینها. بعد از شام گفتن که
یه بازیایی هست تو تلویزیون هم شما حتما دیدید، این مثلا زن و مرد اینو اینجا میشونن، اینو اینجا میشونن، صدا هم نشنن و ازشون یه سوالی میکنن که مثلا شوهر شما بهترین خوراک، محبوب ترین خوراکش چیه، یا مثلا بچه شما عادت خوبش چیه فلان اینا. اگه این گفت اونم گفت برنده میشن و ما اون روز سر این ماجرای خورشت بادمجان برنده شدیم. اینو برای آقای لادن میخواستم بگم که یادمون رفته بود. و جالبتر این بود که اونها انگلیسی بلد نبودن، ما هم انگلیسیمون خوب نبود، تازه اگه بلد چیزی هم میگفتیم باز اونها متوجه نمیشدن. یعنی ما با بیزبانی مهمون اینها شدیم، اونا با بیزبانی مهموندار ما بودن، پذیرایی کردن. خاطره ای که از 1987 تا امروز 31 سال ما هنوز یادمونه، هنوز یادمونه چجوری رفتیم خونه اونا، هنوز یادمونه تو ماشین این دوستمون، ماشین بزرگ آمریکایی که داشت، چجوری به جای مثلا 5 نفر 10 نفر نشستیم، چند تا اون 3 تا بچه داشت 2 تا 9 نفر نشستیم و رفت. یادش بخیر. اینم ذات بشری که همیشه فکر روزای قدیمه. ولی این ماجرای بیزبانی یا ندونستن زبان ولی با همدیگه صحبت کردن، یه شعری بود، اینو آقای دکتر رنجبر همیشه تو برنامه ها میگفت، من نمیدونم بتونم اینجا پیداش کنم یا نه، که ای بسا یک لور و یک ترک میتونن با هم صحبت کنن یه هم چیزی و دوتا همزبان همدیگه رو نمیفهمن. فکر کنم این باشه. بله، آها، نه اینم نیست، یه شعره رو گذاشتم اینجا، شعره مال مولویه، بزنید پیداش کنید برای من بفرستید تا بخونمش. وی بسا دوتا که همزبان نیستن ولی همدل هستن و همدیگر رو میفهمن. خب دوستان عزیز، ساعت 3 بعد از ظهر وقت شرق آمریکاست، اجازه بدید بریم سراغ آقای لادن و برنامه. اسکایپ های قبلی این صدای زنگ و اینها رو به اصطلاح میوت کرده بودم. آقای لادن لطف کنید ویدیوتونم به ما بدید، اگر اونجام چیزی روشن هست روی اینترنت اونها رو خاموش کنید تا اینترنت شما قوی تر صدا و تصویر شما رو به ما برسونه. هنوز من ویدیو ندارم از شما. اگر اون لپتاپی که من دیدم، شاید اون چسبه رو هنوز روش چسبوندید، چون منم اینجا بعضی وقتا از این به اصطلاح پارچه ها استفاده میکنم، دوربین های بزرگ که خودشون دریچه داره بسته میشه. ولی مواظب باشید دوستان، مخصوصا میگن برای بچه ها و اینها، میگن اینا وقتی هم خاموش هست باز میتونن بفرستن. آقای لادن هستید شما اینجا؟ بله، من فکر کردم دوربینم بازه. در دوربین روی لپتاپم هست. آها، من تصویرتون رو ندارم، اگه لطف کنید به قول آمریکایی‌ها make sure که اون دیفالت دوربینتون الان یه چیزایی داره نور کم. آها درست شد، درست شد، هرچی بود درست شد. من اوکی، گوشی خدمتتون. تصویرتون امروز به خوبی روزای قبل نیست، فکر کنم شما هم یک هفته آمدید اینجا و رفتید، این دستگاه شما تنبل شده، اونم رفته مرخصی. بذارید من، چون من تعریف میکردم عکس ویدیوی شما رو برای دوستان هم میفرستدم که هم بک‌گراند زیبایی دارید هم دوربینتون به اصطلاح خیلی خوب بود. یک کم نمیدونم رزولوشنش کمه، حالا اینو بعد خودتون متوجه میشید. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن هستیم که ایشون محقق هستن، نویسنده هستن و چندین کتاب نوشتن. یکی از کتاب ها که ما اینجا چند نسخش هم داریم، اگر شما حمایت کنید برای شما ارسال میکنیم، این هست خدا سالاری و درماندگی. ولی صحبتی که امروز ما قرار هست با ایشون انجام بدیم، دنباله اون بحثی هست که خمینی دیگران رو فریب داد، من جمله آقای عبدالعلی بازرگان. اگه اشتباه نکنم پسر ایشون توی کالیفرنیا هستن، شما هیچ وقت با ایشون دیداری صحبتی داشتید؟ نخست این که شما گفتین عبدالعلی بازرگان، مهدی بازرگان. آها، پس این پسرش عبدالعلی، عبدالعلی پسر ایشونه. و در پاسخ به اینکه من با ایشون رابطه دارم، بله با ایشون
رابطه دورادور داریم و کتاب برای هم دیگه میفرستیم و گفتگوی ایمیلی. این خیلی جالبه. آمریکایی‌ها میگن I don't know him, I know of him. این اینه به فارسی باید چی بگیم؟ همین رابطه دورادور، یا من مثلا باش میشناسمشون ولی دوست نیستیم، یا کاملا کاملا. اوکی دوستان عزیز، آقای امیر حسین لادن برنامه هفته قبل هم روی فیسبوک هست، روی یوتیوب هست، میتونید اونجا تماشا کنید و من بعد از صحبت با ایشون لینکی رو به شما نشون میدم که تمام ویدیوهای ما اونجا هست و دیگه لازم نیست مثل قدیم برید سوربی با مردم، اون رو فیسبوک یا بگید من براتون بفرستم یه جایی نگه دارید، سیوش کنید، همیشه میتونید اونا رو نگاه کنید. در صحبتایی که با شما داشتیم، شما به آقای مهدی بازرگان و تجربهش در مورد انقلاب و شما یا احتمالا خود ایشون کلیم کرده یا ادعا کرده که انقلاب 57 یک انقلاب مردمی بود، خمینی اون را به کجراهه کشند و انحصار طلبی و تمام خواهی ملاها فقاهتیش کرد. در رابطه با تمام خواهی ملاها وقتی من صحبتم با شما تموم شد یک ویدیویی رو نشون میدم که درست یادآور سال 1157 هست و به نظر میرسه که یک گروه هایی منسجم شدن، شعارهایی رو که از پیش نوشته شده میگن و مردم هم تکرار میکنن، یکی از اونا همینه، یادتونه میگو ای شاه ایران آواره گردی، اینجوری با همون ریتم با همون تم میگه که اشرافیت دشمن نمیدونم این انقلاب است و بعد به مسئولین هم اخطار میده. دوستانی که روی فیسبوک میتونید حتما این رو از روی صفحه من یا روی صفحه مردم تیوی نگاه کنید، اونایی که نمیتونید من بازم ریسک میکنم این رو روی یوتیوب نشون میدم، امیدواریم یوتیوب یقه ما رو نگیره. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار آقای لادن. آقا خیلی خوش آمدید، بفرمایید و امیدوارم خستگی واشنگتن از تنتون بیرون رفته باشه، ولی هوای خوبی بود. من برعکس فکر میکردم خیلی بارون و طوفان اینا، شما که آمدید هوای خوبی بود. بفرمایید. درود بر شما و درود بر بینندگانتون، سپاسگزارم که زمان داریم با هم یه گفتگوی داشته باشیم. شما در اول اشاره کردین به این که بازرگان ادعا میکنه که یا من از قول اون، هرچی که امروز در موردش صحبت میکنیم در اسناد و بر اساس کتابایی که در این رابطه هست و اینکه برای آگاهی بینندگان، من فکر میکنم هیچ کس به اندازه مهدی بازرگان به جریانات ملی مذهبی نزدیکتر نیست و هیچ کس به خمینی و انقلاب و اینکه چجوری این انقلاب یک مسیر دیگری رو طی کرد هیچ کس نزدیکتر و شاهددر و شاهد درون مسائل نیست. و ما حالا میبینیم این ادعایی که من الان به قول شما کردم با هم مرور میکنیم. اگه نگاه بکنیم به زندگی سیاسی بازرگان خیلی خلاصه، بازرگان با تشکیل دولت مصدق وارد سیاست شد. توی کابینه اول معاون وزیر فرهنگ بود و بعد از اون شد رئیس هیئت خلعیت از شرکت نفت انگلیس و در پایان اولین شبکه لوله‌کشی آب تهران رو تأسیس کرد. 11 سال پس از کودتای 28 مرداد در دادگاه نظامی که ایشونو به 10 سال زندان محکوم کرد، به رئیس دادگاه که اون موقع بود سرلشکر قره‌باغی میگه که ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون و با شیوه مسالمت‌آمیز با شما سخن میگوییم، با خاموش کردن ما ملت خاموش نمیشود بلکه با زبان دیگری با شما سخن خواهد گفت. میخوام یه بخش کوتاهی از کتاب خداسالاری که در مورد بازرگانه برای بینندگانتون بخونم. مهدی بازرگان در نیمه دوم قرن بیستم هم شاهد مهمترین وقایع کشورمان بود
و هم مسئولیت و نقش سیاسی داشت. در جنبش ملی شدن صنعت نفت و جبهه ملی از یاران وفادار جنبش و مصدق بود. او همراه با آیت الله طالقانی، یدالله صحابی، نهضت آزادی ایران را بنیان کرد و بعد از انقلاب ملت ایران اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی بود. بازرگان پس از مدتی کشمکش با ملایان معترضانه استعفا داد. عده‌ای معتقدند که اگر بازرگان زمانی که خمینی 180 درجه تغییر جهت داد و به جای مجلس مؤسسان مجلس خبرگان را برپا کرد استعفا می کرد، تبدیل می شد به یک سمبل استوار اعتراضی و قهرمان ملی. ببخشید. بازرگان با گنجاندن برخی مواد اسلامی در قانون اساسی مخالف بود. با اعدام شخصیت‌های رژیم پیشین بدون محاکمه مخالف بود. پیشنهادش برای همه پرسی، برای اون رفراندوم خمینی، جمهوری دموکراتیک آری یا نبود، که خمینی در پاسخ گفت فقط یک کلمه: جمهوری اسلامی آری یا نه. در پی اشغال سفارت آمریکا به نشانه اعتراض از نخست وزیری استعفا داد. گفتم همه چی بر اساس اسناده. الان میریم سراغ کتاب انقلاب در دو حرکت که نوشته مهندس مهدی بازرگان. بازرگان در مورد تلاش‌های پیش از انقلاب می‌نویسد: گام جسورانه و مبتکرانه‌ای که در آغاز سال 56، یعنی نزدیک به یا خود کمتر از دو سال پیش از سرنگونی شاه، میگه یک گروهی از میلیون مسلمانان و دیگران روشنفکران آزاد و سوسیالیست‌ها تأسیس کردیم به نام جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر، در پشتیبانی از مبارزین و زندانیان و پیشبرد مبارزات مشترک. یعنی منظورش اینه که تکروی نمی کردیم، سعی می کردیم همه در داخل این حرکت باشن. در ادامه میگه که یک اعلامیه‌ای نوشته شد در مورد نابسامانی ها و یک موضع صریح علیه شاه. قرار بود این نامه رو افراد معروف و شخصیت های موجه امضا و منتشر کنند. بازرگان میگه که چون سه تن از رهبران جبهه ملی حالت شخصی به این دادن، میگه یدالله صحابی، نزیه و من از امضاش خودداری کردیم. برای آگاهی بینندگان، منظورش از این نامه همون نامه‌ایه که سنجابی و بختیار و فروهر به شاه نوشتن. پس از انتشار این نامه، بازرگان میگه ما دست زدیم به وجود آوردن یک تشکیلات دیگری که باز از گروه‌های متفاوت دعوت کردیم که در این شرکت کنند. و میگه این زمانش بود اردیبهشت 57، یعنی فرض کنین 10 ماه پیش از سرنگونی شاه، 9 ماه پیش از سرنگونی شاه. و میگه در این گروهی که ما تشکیل دادیم، روحانیت مبارز از مشارکت خودداری کرد و یکی از این آقایون، منظورش یکی از این روحانیون، اومد بهش گفتش که علت این که ما مشارکت نکردیم اینه که این آقایی که داری حرف میزنه دوست مظفر بقاییه و میگه دلیلش این بود که بعضی از شما طرفدارای مصدق هستین و مطلقاً تسلیم خمینی نیستین. خب اینجا میبینیم که کمبودای فرهنگیمون داره خودنمایی میکنه. یعنی اگر تسلیم نیستی و با ما نیستی، ما با تو نیستیم. و اما شاه به دنبال اعتصابات سراسری ناچار میاد به صحنه تلویزیون و اون توبه نامه و تعهد و سوگند نامه رو برای نجات خودش و سلطنتش برای مردم میخونه. میخوام چند تا خط از اون رو با هم دیگه مرور کنیم برای که ربط داره به گفتگومون.
میگه من آگاهم که به نام جلوگیری از آشوب و هرج و مرج این امکان وجود دارد که اشتباهات گذشته و فشار و اختناق تکرار شود. من آگاهم به نام مصالح و پیشرفت مملکت و با ایجاد فشار این خطر وجود دارد که سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود. من به نام پادشاه شما بار دیگر در برابر ملت سوگند یاد می کنم، متعهد می شوم که خطاهای گذشته هرگز تکرار نشود. متعهد می شوم که پس از برقراری نظم و آرامش یک دولت ملی برای آزادی های اساسی و انجام انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی به صورت کامل به مرحله اجرا درآید. من نیز پیام انقلاب شما را شنیدم. مژدگانا که گربه عابد شد. البته میشه گفت این نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود. فقط یه چیزیه، شما حتما اینو شنیدید و خود من تو این برنامه ها آقای احمدعلی مسعود انصاری چندین بار گفته که شاه به خاطر این نوشته هم به اونایی که نوشته بودن دعوا کرده، هم به خانم فرح دعوا کرده و بعدن معلوم شده که این کار آقای حسین نصر بوده و اون آقای قطبی. و نظر شما در این باره چیه که شاه آمده و یک نامه ای رو میگه، حتی قبل از برنامه چند بار گفته بوده خب بدید به من بخونم، نداده بودن، بعد وقتی دادن خونده. اگه اون ویدیو رو هم شما نگاه کنید وقتی میخونه یه جا مکس میکنه، مثل که نمیدونم شما اون ویدیو رو دیدید احتمالا. بده کاملا ببینین، این از اون حرفاست که تو دکون هیچ بقالی پیدا نمیشه. یعنی از این بی اساستر و بیهودتر چیزی وجود نداره. مگه امکان داره؟ ببینین جناب سروی، شما شاه مملکت نیستی، مسئولیت یک کشور رو نداری، تمام قدرت ها و ابزار های کنترل تو دستت نیست. آی حاضری من یه چیزی بذارم جلوت یا یه نفر یه چیزی بذار جلوت بخونی؟ نه من اینو باقی شخصاً امکان ندارم چی کاری بکنم. بله من اینو باقی این که بهش نگفتن و اینا همش داستانه. این یه خورده به نظر من اصلا منطقی توش وجود نداره. یعنی حرف دیگری ندارن بزنن که شاه اومده میپذیره که همه چی اشتباه بوده. و مسلمه که طرفداران سلطنت نمیتونن اینو قبول کنن. یعنی میشه اینو گذاشت به پای اینکه دوستان یا طرفداران پادشاهی یا سلطنت چون همیشه باور دارن که شاه خوب بود، نابغه بود، اطرافیانش به اصطلاح فاسد بودن، این رو هم میخوان بندازن گردن اطرافیان. و من این رو قبول دارم که هر کسی کاغذی میدن دستش حتی اگه یه جمله‌ای رو بخونه بعد وقتی دید اشتباهه یا موافق نیست وای میسه میگه نه اینو به اصطلاح پس میده و اینها. اجازه بدید من اینو از شما سوال کنم، چون یه صحبتایی بود که هنوزم حتی میگن که مثلا ساواک از بین نرفت و آخوندا با زرنگی خاصی اینو تبدیل کردن به ساواما و افرادی رو که اونجا بودن نگه داشتن و حالا یه عدهشون رابطه داشتن، فامیل داشتن. خود آخوندا چون با ساواک بودن میخواستن گندشون بالا نیاد. اینی که دو سه ماه آخر حکومت شاه ماجرای ساواک و خمینی و اطرافیانش یزدی قطب‌زاده آقای بنی صدر و نقشایی که اینا داشتن و ضمناً اینکه بازرگان نقش کمونیستا و گرفتن سفارت رو چگونه میدیده یا جای ازش صحبت کرده. و من اینو خدمت شما بگم چون من 5 سال بعد از انقلاب ایران توی ایران بودم و اون موقع محیط بازی درست شده بود، ضمن این که روزها جلو دانشگاه و این ور ور کتاب میفروختن و صحبت میکردن و بحث میکردن. شبها این آقای مهدی بازرگان میومد توی تلویزیون و برای مردم صحبت میکرد و اصلا معروف شده بود که آقای بازرگان میاد قصه های ملا نصرالدین میگه، از اینکه با بنزش مثلا نمیره، با اتوبوس واحد میره، اینا رو صحبت کرد. چرا آقای بازرگان که این ایرادی که من با آقای بنی صدرم شخصا گرفتم 2 سال پیش که فرانسه بودم با ایشون صحبت کردم و گفتم که شماها میدیا دستتون بود و مردم اون موقع سریال های ترکی نگاه نمیکردن، مردم همه هیجان زده
تلویزیون ایران رو نگاه میکردم. چرا مردم رو در جریان نذاشتی؟ این چرا رو من میخوام از شما بپرسم. چرا آقای بازرگان نیومد بگه منظور من 12 فروردین رفراندوم جمهوری اسلامی آری یا نه نبوده و میخواستم جمهوری دموکراتیک ایران باشه یا جمهوری دموکراتیک؟ چرا این فرصت رو از دست داد؟ بفرمایید. همینطور که پیش از این طرح این پرسشتون اشاره کردم، باور من و خیلی ها این بود که بازرگان اول میبایستی این کار میکرد و حتی اون موقع که استفادات باید میگفت ما رفتیم انقلاب کردیم، ما رو بعدن هم اینجا میبینیم، برای عدالت، برای آزادی، برای اینکه همه مردم در سرنوشتشون شریک باشن، سهیم باشن، یعنی برای ارزش و اعتبار مردم انقلاب کردیم. و اینی که همه چی داره میره تو دست روحانیت و ملاها و داره میکشه به کجراهه، من به این دلیل دارم استعفا میدم. اگر چنین کاری میکرد یا همون شب میکشتنش میشد قهرمان، و اگرم نمیکشتنش اسمش برای ابد جاوید میشد. این مشکل و این پرسش باقی است. فراموش نکنیم که همه حاضر نیستن چنین گامی بردارن و این شهامت رو داشته باشن. اجازه بدین در پاسخ به این راجع به ساباک، اینی که ساباما ادامه ساباکه و بیشتر اون متخصص ها اینها ادامه داشتن و همینجور که میدونیم ارتش بود فردوس با اینا بود تا مرد، اون شکی درش نیست و یعنی یک ادامه‌ای در سیستم در پشت پرده وجود داشت. و اما گزارش ساواک چند هفته قبل از سرنگونی شاه به مقامات نظامی و اطلاعاتی آمریکا خیلی جالب، دو سه تا خطشو براتون میگم. یکیش اینه که میگه که مشکل تظاهرات فعلی در این است که کمونیست ها و مذهبیون مخلوط هستند و این دو گروه پای جوان ها را نیز به میان کشیدند. در گزارش میگه فقط 5% مردم فعال مملکت تهدیدی برای رژیم به وجود می آورند، 95% دیگر سالم هستند. میگه خمینی در پاریس تحت تأثیر یزدی و قدزاده قرار دارد و این دو او را هدایت می کنند. اعلی حضرت مایلند که دموکراسی واقعی در کشور برقرار شود و به اشتباهات خود نیز در گذشته وقوف کامل دارند. این باز پاسخ اون مزخرفاتیه که یه عده میگن شاه اون نامه رو نمیدونست، دنبارش رو نخونده بود. ساواک داره اعلام میکنه که اعلی حضرت به اشتباهات خود در گذشته وقوف کامل دارند و از این رو میخواهند یک دولت ملی در مملکت ایجاد شود. مقام آمریکایی میپرسه آیا جبهه ملی با اعتدالیون مذهبی یا با میان روها موافقت خواهند کرد که یک دولت اسلامی ملی تشکیل دهند؟ اینو بخوام مذهبیون و اسلامگراها توجه کنند به این پاسخ. رئیس ساواک میگه مذهبیون ما را با کشیش های مسیحی مقایسه نکنید. این 10-12 نفری که در این کشور مقام روحانی بالایی دارند بضاعت علمی ندارند و با این ترتیب نمیتوانند در کنار جبهه ملی مملکت را اداره کنند. در ادامه میگه که نفوذ خمینی نیز به خاطر عمامل و لباس روحانی با معذرت میخوام یا تقوا و پرهیزکاری و یا ملت دوستی اونیز. خیلی جالبی، نفوذ خمینی به خاطر عمامه و لباس روحانی یا تقوا و پرهیزکاری و یا ملت دوستی اونیز. این جمله بعدی قابل توجه سلطنت طلبان. مشکلات مملکت است که از خمینی یک آدم با نفوذ ساخته. و
اما بازرگان می‌نویسه که سپهبد ناصر مقدم رئیس ساواک بوده در اون زمان، میگه اومد به دیدار ما، منظورش از ما سپاهیان، مقدم مراغعی، مانیان و خود بازرگان در زندان، و میگه که با من مذاکره میکنه، یعنی با بازرگان، و به بازرگان میگه که شاه میگه اکنون اعلی حضرت به گفته سابق شما رسیدن که شاه در حکومت مشروطه باید سلطنت بکنه. بازرگان میگه من بلافاصله بهش گفتم که ولی متاسفانه دیر شده. بعد راجع به پیام تلویزیون شاه میپرسه، میگه نظر شما چیه؟ میگه من معلم زبان فارسی بودم بهش میدادم 17، ولی از نظر اصل مطلب، اثر و عمل باید یه داستانی رو برای شما تعریف کنم. میگه که در یه روز برفی و سرد زمستان، صیادی که مرغان هوا رو شکار میکرد سر میبرید و آمادهشون میکرد، در اثر شدت سرما از بینی و چشاش همجور آب میومد. جوجه گنجشکی که زیر بال مادر از لانه بالای درخت تماشا میکرد میگه ما را باک از این مرد نیست، زیرا آدم دلرحم و گریانیست. مادر گفت فرزند عزیزم به چشمانش نگاه نکن که اشک میریزد، دستهایش را ببین که خون میچکد. بعد بازرگان میگه تیمسار بدون یک کلام حرف راشو کشید رفت. بازرگان در مورد مصاحبه های خمینی در پاریس میگه علتی که به نظر من این مهمه اینه که چجوری اکثریت ملت باورشون شد که خمینی میخواد یک کار مثبتی بکنه. این چند خط از اون مصاحبه هاست. مردم از اختناق و خیانت های 50 ساله به جان آمدند و برای مطالبه حقوق اولیه خود قیام نمودند. برنامه ما تحصیل آزادی و استقلال است. تشیع زنان را از صحنه زندگی اجتماعی طرد نمی کند، بلکه آنان را در جایگاه رفیع انسانی قرار می دهد. دولت اسلامی یک دولت دموکراتی به معنای واقعی است. هر کس می تواند اظهار نظر کند. در آخر میگه من هیچ فعالیت در دولت ندارم و نقش هدایت را دارم. من شخصا بر این باورم که بازرگان مانند اکثر مبارزان، تلاشگران، روشنفکران و در پایان مردم در این توهم بود که خمینی راست میگه، حقیقت رو داره میگه. و اما شاه رفت، خمینی بازگشت، بازرگان نخست وزیر موقت شد، مردم در رفراندوم جمهوری اسلامی با 98.2% به تغییر رژیم رأی دادند. بازرگان در مورد رفتار خمینی و یارانش با دولت موقت، دولتی که تازه به وجود آمده، می نویسه میگه آنچه در فرمان نیامده، منظورش از فرمان نخست وزیری، چون بهش گفته بودن که چه کارهایی باید انجام بدی در چه چارچوب، میگه آنچه در فرمان نیامده و خواسته نشده، این چند تاست، 4 تاست، قاطعیت، خصومت، تضاد و طرد و تخریب، میگه این کاریه که خمینی و یارانش با دولت میکرد. تبلیغ اسلام و اجرای شریعت به عنوان برنامه حکومت، صدور انقلاب و در افتادن با کفر و استکبار جهانی، و 4 نجات مستضعفین جهان و کفر ستیزی. بازرگان می نویسه که این ادعاها و حرکات خمینی و یارانش کاملا در تضاد با مأموریت و برنامه دولت موقت. دیگه در پی پیروزی انقلاب اختلافات، این خیلی جالبه، بر سر تقسیم غنایم و مقامات، حسادت و کارشکنی، فرصت طلبی و انتقام جویی چنان در دلها رخنه کرده بود
که راه‌های منطقی و معقول و مشروع حرکات زنده انقلابی تلقی می‌شدند. اما میگه انقلاب ما در مقایسه با انقلاب‌های دیگر دو برجستگی داشت. یکی این که واقعاً ملی و جوشیده و در برگیرنده تقریباً کلیه طبقات و صفوفات جامعه بود، برخلاف آنچه بعداً اصرار ورزیده میشد، اختصاصی طبقاتی نبود و از یک فرد یا یک حزب تحمیل و ترقین نشده بود. یعنی چی؟ یعنی یک انقلاب مردمی بود، ربطی به ملاها و خمینی نداشت. پیدایش این گفت دو چیز برجسته، دومیش اینه پیدایش و پیروزی انقلاب علارغم تردیدها و پافشاریهای بعضی که آن را خاصه و ساخته سیاستهای مرموز پشت پرده خارجی عنوان میکنند، یکی از اونا خود شاه بود در کتاب پاسخ به تاریخ، میگه مدیون عوامل محلی و ملی است، یعنی مربوط و متعلق به خودمون. اکثر اینی که من میگم اینجا دیگه نوشته بازرگان نیست، اکثر ایرانیان آزادی خواه و ادارت طلبی که سالها با حکومت خودکامه فردی شاه مبارزه کردن، با این دید و برداشت که انقلاب 57 یه انقلاب مردمی بود و ملی و دموکراتیک همراه هستن. در اینجا یه داستان جالبی هست که محمد هیکل که میدونیم که وزیر امور خارجه عبدالناصر بود، به دعوت خمینی میره پاریس و باهاش گفتگوی میکنه. خمینی بهش میگه که دوران ناسیولاریسم سر آمده، آینده از آن اسلام است. هیکل میگه مذهب به نظر من نقش توپخانه رو داره، شما از همینجا یعنی از پاریس میتوانید رژیم شاه را بمباران و متلاشی کنید، ولی برای تصرف کشور و حاکمیت خود احتیاج به پیاده نظام داریم. پیاده نظام انقلاب یا تغییر دهندگان اوضاع روشنفکرانند، سیاسیون و مهندسین و کارشناسان و مدیران. خمینی نظر مهمان خودش رو تایید میکنه و اضافه میکنه که من ادعا نمی کنم که یک انقلاب اسلامی رو ملاها و رهبران دینی جامعه اداره نمایند و می دانم که انقلاب نیازمند کسانی است که شما می گویید، ولی در ایران قادر ولی در ایران قادر است میان فرزندان خود مسلمانان ارزنده ای را که در بهترین دانشگاه های غرب تربیت شده اند برای کارهایی که منظور نظر شماست تجهیز شده. این نوشته این داستان از کتاب US Policy and Hostage Crisis، یعنی سیاست ایالات متحده و گروگانگیری، نوشته پیر استرسنجر. بازرگان در مورد اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری میگه که ورود آشکار اهداف و افکار چپ و نفوذ سریع و وسیع مارکسیسم در گروه های مذهبی و مکتبی همراه با تندی و تلخی و توهین و تهمت 180 درجه در خلاف وحدت و صمیمیت حرکت اول، منظورش از حرکت اول انقلاب مردمی بودش. یه اوج این جریان در افشاگری های دانشجویان خط امام مشاهده شد که مورد تأیید و ترغیب توده‌ای ها مارکسیست ها قرار گرفت. اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری از بقایای برجسته حرکت دوم، این زمانی که انقلاب مردمی داره میره به طرف انقلاب اسلامی، به شمار می رود. این حرکت موجب جدایی بیشتر دولتیان مخصوصاً بنی صدر و قدس‌زاده با متولیان روحانی گردید که نقطه نهایی آن عزل اولی و اعدام دومی بود. منظورش بنی صدر و قدس‌زاده است. بازرگان می‌نویسه که
تأثیر خارجی و تکانهای بین المللی گروگانگیری که 444 روز به طول انجامید فوق‌العاده گران و گسترده بود. محمد هیکل که در بارش گفتگو کردیم هم طرفدار جنبش ملی کردن نفت بود و هم طرفدار انقلاب 57. این سه هفته پس از گروگانگیری میاد به تهران به دعوت دانشجویان خط امام که میخواستن بشنن این چه قضاوتی داره در مورد این حرکت، میره به دیدارشون در سفارت. هیکل عمل دانشجویان رو تأیید نکرده، آن را اقدام خطرناک و مخالف توسعه و توفیق انقلاب میبینند و یک حرکت قهقرایی وصف میکنند. میگوید انقلاب ایران در آغاز یک نهضت انسانگرانه جهانی هومانیست بود، حالت اسلامی پیدا کرد، یعنی سقوط محدود به انقلاب اسلامی ایران شد، یعنی باز سقوط کرد و در سرانجام به یک انقلاب ساده شیعه‌ای منتهی شد. به دانشجویان میگه که شما با اقدام اخیر خود را از جهان انسانها جدا و در چهار دیواری کشورتان محبوس ساختید. اشغال سفارت و گروگانگیری مذاکرات غیر مستقیم پشت پرده با اون زد و بندهای محرمانه ادامه داشت تا اینکه یک هیئتی که هیئت بین المللی که با ایران نظر دوستی داشت میاد که وسایلی فراهم کنه که این موضوع با نتیجه مطلوبی به پایان برسه، ولی میگه که بدبینی و سرسختی دانشجویان این مسئله رو با نتیجه معکوس روبرو کرد و با این رفتار امکان استفاده و بهره برداری از دست ایران خارج شد و سرانجام با قبول بیانیه سردست پا شکسته و دستپاچه الجزیره گروگانها به زیانبارترین شرایط تحویل داده شدند. و میگه برای مثال فقط یه رقم، دریافت 2.88 میلیارد از 11 میلیارد و چند صد میلیون دلار موجودی ایران در بانک‌های آمریکا بود. و اینجا میرسیم به اون بخش بسیار مهم گفتگوی امروز. بازرگان در مورد انقلاب می نویسه به همان نسبت که پیروزی من برق آسا و عظیم بود، تحولات بعدی که نامش را تداوم انقلاب گذاشتن سریع و وسیع انجام گرفت. این دو صفت رو امیدوارم بینندگان کامل بهش توجه کن. میگه از جهاتی نیز انقلاب علیه انقلاب شد و بسیاری از آنچه در حرکت اول یعنی انقلاب مردمی سبب وحدت شده بود، مانند ملیت، انسانیت و آزادی خواهی، بهانه و وسیله‌ای شد برای تهمت و تحریف و تخاصم. بعد میگه که در مورد انقلاب در انقلاب و تغییر مسیر، بازرگان میگه عنصر مذهب به جای ملت و مملکت اولین تمایز و توسعه خط مشی امام نسبت به حرکت اول بود. میگه توجه خاصش رفت به اسلام و مسلمین و کنار گذاشتن یا فرعی شناختن ایران و ایرانیان. میگه اختلاف بین ایشان یعنی خمینی و پیروان و نزدیکانش با ما یعنی بازرگان و دولت و اطرافیانش، و میگه حتی کسانی که اکثریت مبارزان سالیان گذشته شرکت کنندگان در راه پیمایی ها و حرکت اول یعنی انقلاب مردمی، یکی از حساس ترین عوامل سرنوشت ساز انقلاب ما بود، منشأ و مبین اختلافات و مسائل بعدی. میگه نتیجه این روش یا هدف دوم چهار تاست: یک، نفی ملیگرایی و ملیون و یک نوع نهضت ضد ایران. دو،
مکتب گرایی و انحصارگری، 3 صدور انقلاب و اسلام، 4 اداره امور کشور و اجرای برنامه‌های عمومی به دست روحانیت و فقها. میگه هدف دولت موقت خدمت به ایران از طریق اسلام بود، در حالی که آقای خمینی خدمت به اسلام از طریق ایران. سپاسگزارم. ممنونم از شما دوستان. من فیسبوک آقای لادن رو هم نشون دادم، وبسایت ایشون هم هست اندیشکده.net و میتونید از این طرق باشون تماس بگیرید. اگر سوالی دارید سوالتون رو مطرح کنید، اگر میخواین پیام بذارید شماره تلفن ما رو استفاده کنید، 202-695-2573. حاصل این صحبت‌ها این بود که اگر اون انقلاب اولی مردمی که حتی مذهبیون هم داخلش بودن ادامه پیدا می‌کرد، این ضدیت نهضت ضد ایرانی را نمی‌افتاد، مخصوصا در همون میدل ایست که الان به اصطلاح بدترین دشمنای این حکومت جمهوری اسلامی همون مسلمانایی هستن که اینا می‌خواستن اسلامو بهشون صادر کنن. ممنونم. اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه امیدوارم که بازم در برنامه های آینده با شما باشیم. ببخشید متوجه نشدم چون صدا رو بسته بودم. آقای لادن بفرمایید. سپاسگزارم، براتون آخر هفته خوبی را آرزو می‌کنم. بسیار ممنون. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم. اجازه بدید من یک بار دیگه فیسبوک ایشون رو بهتون نشون بدم، همین اسم خودشون چیزی که هست امیر اچ، برنامه اون حسین رو فقط اچش رو می نویسید، امیر اچ لادن. و از لحاظ وبسایت هم اندیشکده.net. بذارید من این نوشترم اینجوری به شما نشون بدم که ببینید. دفعه قبل من یه بار اشتباه نوشته بودم، به جای ان ام نوشته بودم، که دوستان در اندیشکده به من گفتن اندیشکده همینجوری که میگیم ANDISHKADE .net، یادتون باشه .org .com نیست، .net. و فکر کنم اگر کسی بخواد کسی رو پیدا کنه میتونه، چون دیدم تو دعواها وقتی یکی میخواد یکی رو پیدا کنه از طریق دوستانش حتی میره اونو پیدا میکنه. و درباره صحبتایی که آقای لادن کردن، اون موضوعی که خیلی ها باور دارن کشورهای دیگه دخالت داشتن، اون ماجرای گوادلوپ میگن، خیلی ها مثل آقای مینوی حتی میگه از 100 سال پیش انگلستان نخست وزیرش گفته که سعی کنیم یک نادر دیگه ای پیدا نشه. حالا من نمیدونم در زمان خود نادر، اونایی که تاریخ رو بهتر از من میدونن، کشور ما ایران به اصطلاح وضعیت خوبی داشته، اعتباری داشته، چجوری بوده؟ چون اونم همش با گردن کلفتی و لشکرکشی به این کشور به اون کشور بری، هندوستان رو نمیدونم بزنی و جواهراتشون هم برداری بیای، بعدم یه پیامدهایی داره که پیامدهاشو اون به اصطلاح پادشاهان بعدی میدن. در صورت اینا چیزاییه که نظرها مختلفه. وقتی شما حقیقت رو پیدا میکنید که این نظرات مختلف رو بخونید، گوش کنید، باشون صحبت کنید، حتی باشون مناظره کنید تا معلوم بشه. من امروز اول برنامه اشتباهی گفتم آقای عبدالعلی بازرگان، منظورم همون آقای مهدی بازرگان بود، و من چون 5 سال اول انقلاب توی ایران بودم، اون موقعی که ایشون نخست وزیر بود و اینها، شبا خیلی پای تلویزیون منتظر صحبت‌های ایشون بودن، چون میدونستن که هم حسن نیت داشت و هم اگر مذهبی هم بود آدم باورمندی بود، و من فکر نمی‌کنم جزء اونایی بود که می‌خواست دین و مذهب خودش رو به دیگران به اصطلاح با فشار و با زور وارد کنه و بگه شما هم باید همین باشی که من هستم. در هر صورت یادش به خیر و روانش شاد. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید مهمون برنامه باشید. دوستان از آلمان نوشتن درود بر جناب لادن، ممنون از این اطلاعات مفید و تحلیل جالب. خب از ایشون خداحافظی میکنیم و میایم سراغ برنامه. شما رو میبریم عاشورا ببینیم. یه چیزی براتون بگم، فقط برای که بهتون بگم وضعیت ما ایرانی ها چقدر به اصطلاح
بده و خود سانسوری میکنیم. من وقتی دوش گرفتم، خب من این لباسا رو وقتی میذارم به ترتیب، بعد وقتی میرم نگاه میکنم ببینم چه چیز رو پوشیدم، مثلا سه روز قبل یک پیرن آبی پوشیدم بدون کراوات بوده، دفعه قبل پیرن مشکی بوده فلان، نگاه میکنم، نگاه کردم گفتم خب پیرن مشکی بپوشم با کراوات، بعد ای داد بیداد، الان من اگه مشکی بپوشم میگن دیدی بهت گفتیم این عاشوراست این مشکی پوشیده. در صورتی که خانواده ما اصلا از پدر من بابای من گرفته کاری به دین و مذهب نداشتن و خیلی از این بابت خوشحالم. من حتی بارها گفتم اونایی که برنامه منو دیدن، بابای من یکی از مخالفین این آخونده بود، چون شوهر خالش آخوند بوده و اینها وقتی مکتب میرفتن از دست اون مکتب و مدرسه رو ول میکنه و میره و همیشه به اینا یه جوری به اصطلاح بد بود، فوش میداد که اینا باعث شدن که من نرم دنبال درس و اینا. ممنون و متشکر. بریم سراغ این برنامه ها. آقای مینویی هم دوشنبه با ما خواهند بود، آقای مرتضوی هم دوشنبه با ما خواهند بود، شما هم میتونید با ما باشید به شرطی که تماس بگیرید از قبل قرار بذارید. ارتش ایران رو براتون دو صفحه شو خوندم. در رابطه با ثریا، آقای آریانپور این رو نوشتن که اجازه بدید من براتون بخونم که ببینید، یکی از اشکالای ما اینه که وقتی مهر و محبت داریم با یک کسی، یک کسی احساس نزدیکی باش میکنیم، فامیلمونه، یه جوری این برای ما بوت میشه. آقای آریانپور وقتی من نوشتم که این خانمم دست کمی از فرار نداره، بعد از این همه سال از ایران پول گرفتن، وقتی فوت شده یک پنی از این پولا رو به ایران و ایرانی نداده، ایشون نوشتن که با سلام، فراموش نکنید که ملکه ثریا در چند سالی که در دربار شاهنشاهی بود، نه پدرش نه مادرش نه فامیلش را به دربار به داخل دربار راه نداد و هیچ کار خلافی را مرتکب نشد. بعد از طلاق اجباری او به علت آنکه نمیتوانست باردار شود، شاه او را طلاق داد. آیا انتظار داشتید که شاه برای همسر مطلقهش نباید حتی بر مبنای قوانین اسلامی ماهیانه به اصطلاح ماهیانه مبلغی بپردازد؟ من در سال 1314-1315 در کودکستان بهشت‌آیین انگلیس‌ها در اصفهان هم کودکستانی بودم و سالها بعد دوباره او را در سال 1337 در آبادان و خرمشهر ملاقات کردم. او همیشه اصالت خانوادگی خود را حفظ کرده بود و یک قدم برخلاف پروتکل دربار بر نمی داشت. صحبت این زن و اون زن نیست، صحبت دو انسان است که در نوشتن تاریخ ایران سهمی داشتند. ببینید، شما هستید که سوال کردید که خانم فرح، به نظر شما، شما لیاقت دارید یا نیابت، نیابت سلطنت اون کلمه‌ای که اون وقت، یا خانم ثریا؟ من گفتم اصلا قانون چی میگه، قانون ایران چی میگه؟ اگه چیزی نمیگه قانون اشکال داشته. این یک. دوم این که شما به من بگید آقای آریانپور، کدام زنی توی ایران از همسرش طلاق گرفت و بعداً حقوقش رو فرستادن آلمان و فرستادن کشورها و حقوقش هم یه دفعه من خوندم یه جایی که نقل 1,000,000 تومان در ماه بوده. 1,000,000 تومان دوره شاه تقسیم بر هفتش کنید میشه ماهی چند هزار دلار و چند هزار مارک و چند هزار فرانک اون زمان. این عزیز من، ولی این که فامیلش رو نیاورده اونجا، بعضی از اینا اصلا کسر شأنشون میشد که بیان توی کاخ، چون خودشون خان بودن و اینا یه منطقه ای رو مال خودشون داشتن. من فکر نمیکنم مثلا مادر ایشون که آلمانی بوده براش خیلی مهم بوده که بیاد توی یک کشور عقب افتاده ای مثل ایران بره توی کاخی مثلا یه اتاقم به اون بده. بماند، میتونیم یه با هم صحبت کنیم. این ماجرای سفر فلوریدا رو براتون گفتم. ویدیوی رضا شاه روی فیسبوک، یه ویدیویی رو باز من گذاشتم، حتما اونایی که دسترسی دارید به فیسبوک نگاه کنید. من روی صفحه شخصی خودم چیزایی که میاد و دوست دارم مایلم با دوستان شیر میکنم، روی صفحه مردم تیوی بیشتر اون چیزایی که در رابطه با میدیا هست و اینها. به نظر من
هر دوش رو یه نگاهی کنید چیزی از دست نمیدید و ضرر نمیکنه. بارها گفتم اگه این کارو نکنید نصف عمرتون تلف میشه و اگه این کارو انجام بدید همه عمرتون. بذارید من این دوتا چیز رو هم عوض کنم، شماره تلفن خودمون بیاد تو اینجا هم این نوشته ای که میگه شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید این، و یه نوشته دیگه هم که اینجا اندیشکده رو گذاشتم بذارید برگردم و مردمتیوی.com رو بذارم. صفحه مردمتیوی.com رو هم حتما نگاه کنید که این هست مردمتیوی.com. و اما ببرمتون به صفحه فیسبوک، چون در صفحه آقای لادن هستیم با همون صفحه میریم و اینجا تایپ میکنیم سوربی یا صفحه خودمون پیدا بشه کامرای 3. آها بله، اینجا میبرمتون اول به صفحه خود من که صفحه شخصیم هست، همونجور که میبینی برنامه زنده اینجا هست، میان پایین تر دوستانی که اینجا تماس گرفتن چیزی نوشتن. بعد اینه راجب عاشورا، این عاشورا در تورنتو کانادا خودشون، خود این دوستانی که مخالفن، اون خانم سوسن ولایت، نوشتن در حدود 4000 نفر داخل و خارج صف اغلب هم جوان بودند. جالب بود این قسمت آقای پرویز حقگو نوشته. آقای حقگو به اصطلاح طرفدار راه و روش مصدق هست، ولی بیایم حالا یک کمی از این خیلی مرتب به اصطلاح سینه زنی میکنن و میخونن و اینها، حواستون باشه به اون مامورای انتظامیشون که لباسای چرنگی پوشیدن، حواستون باشه به اونایی که آب میدن به مردم. اینا جزء یک برنامه است. اینکه یه اعلامیه بدیم برای آزادی ایران و به سلامتی آقای رضا پهلوی روز شش شنبه 33 ماه بیاین فلان جا، این به کار عمه‌های من میخوره که هرسشون مردن. و اگه شما میخواین تظاهرات اینجوری را بندازید فقط باید اول بمیرید، بعدا در اون دنیا اگر وجود داره این تظاهرات رو را بندازید. ببینیم با هم این رو. خب بس، ببینید آقا با بچهش با کالسکه اومده وایساده اینجا سینه میزنه. حالا فوشایی که مردم نوشتن، یکی نوشته اینا افغانی هستن، یکی نوشته ایرانی هستن، من نوشتم دوستان گرامی فوش دادن و تهمت زدن به اینها چاره کار نیست. قبول کنید که اینها با برنامه متحد، حتی برای آش نظری و قیمه با هم متحد هستند و من و شما هنوز پس از 40 نه یک حزب نه یک سازمان 10 داریم. حالا به من هم فوش بدین، تهمت بزنید که این هم مزدور است، ولی کمی فکر کنید. اگر پیرو رضا پهلوی هستید، اگر مجاهد هستید، از رهبران خود بخواهید تا برنامه فردا را به شما بگویم. هیچ برنامه ای ندارند، هیچ رهبری هم نیست. دوست ما نوشته خورشت قیمه هم میدن. این خورشت قیمه میدونید که جوک شده، اصلا میگن چرا ماه محرم خورشت قیمه میدن. دوستی رفته بود به اصطلاح با دوستش مراسم عاشورا، وقتی که خورشت قیمه آوردن به دوستش گفت که آقا این چرا خورشت قیمه میدن؟ دوستش گفت آخه این پدر سوخته یزید حسین رو قیمه قیمه کرد. گفت آخ دلم برای حسین میسوزه، ولی ای کاش کبابش کرده بود، یعنی امروزم به ما کباب میداده. خانم لیلا میگه که Airhead, no matter where do they live or what age are they never read, they never learn. میگه که اینها یه مشت کله پوک هستن و مهم نیست چه سنی هستن، اینا هیچ وقت نخوندن، هیچ وقت هم یاد نمیگیرن. ولی حالا شما به من بگو که این روشی که احتمالاً همین خانم سوزان ولایت یا یکی دیگه هست، کتی موسوی فکر نمی کنم اون باشه، با این افراد جوان برخورد میکنن، شما روی اون روش توی کشور کانادا به اصطلاح سهه میذارید، تاییدش میکنید، یا میگید این کار غلطه، این کار اینا رو دشمنان
قسم خورده میکنه. به جایی که با زبان مهربانی، با تشویق، با ترغیب به اینا صحبت کنن، ببینید رفتار اینها. یه جایی آش میدن، ملت رفتن آش میگیرن با نون. حالا اینا پاکستانی هن، افغانی هن، ایرانی هن، ما کاری نداریم. میشه نگه قیمت آش چقدره؟ قیمت خود جوان ایرانیه؟ قیمت کارگرانه؟ قیمت زنان دربنده؟ قیمت پنجرسای توی کنیم قبرن یا استادیون نگاه کنن؟ بله، مبارزین ما توی کانادا اینن. یک نفره با دوربین رفته، درست اشتباهی رو که آقای پولی ممقانی انجام داد این خانم هم انجام میده، مزاحم مردم میشه جایی که خصوصیه. فردام شکایت اینو میکنن، فردام ایشون با افتخار عکسشو که داره میره زندان میذاره رو فیسبوک. یکی نیست از اینا سوال کنه خب احمق چه اتفاقی افتاد. ولی اگه با این خانمی که آش رو گرفته دستش، نون رو هم گرفته دستش، شما خیلی قشنگ بهش سلام کنید، بگید من میتونم 2 دقیقه با شما صحبت کنم، شما میدونید این کاری که دارید میکنید تشویق و حمایت و این آشی که میخوری به این، نه این برخورد. اگه خمینی هم مثل شما این کارهای احمقانه رو کرده بود، هنوز توی فرانسه زیر درخت سیب تمرگیده بود. خب حالا اونو ول کن، بیا بریم سراغ مجاهدی. اللهم صل علی فرفره. این مجاهدین دیگه اینا نور علی نورن. ببخشید، اون وقتا میگفتن یه نفر رد شد از روی قبر پدرش، دوستش بهش گفت این شد حالا خر 2 طبقه. یکی دیگه هم میگه یه نفر با یه خری از روی قبر پدرش رد شد، شد خر 3 طبقه. حالا این مجاهدین هم شما نگاه کنید، اینا تنها پیشرفتی که کردن نوه خون و سینه زنها شدن زن. لابد یه عده اون بیرون وای میسن میگن قربان سینه هات برم. احتمالا دیگه بفرمایید. آسمان خالی از رقص پروانه ها، سینه ها سوخته از داغ ریحانه ها، صحن زن تبعیض و درد، باغ عمرش خوش گذر، همچو زینب بر خروج رو مگردان از نبرد. بسمونه دیگه، قبل از اینکه واقعا حال اون به هم بخوره. نه دوستانی که فکر میکنید اگه مجاهدین بیان ایران وضع بهتری پیدا میکنید، اینا تو خارج هم دارن این کارو میکنن. آقای اکبری میگه آقای سوربی، من پستی در فیسبوک خودم گذاشتم که عده‌ای مانند حسن صدر و حداد عادل و مطهری با دربار کار میکردن، اینقدر دوستان عزیز به من توهین کردن که از ترسم برداشتم اون پست رو. متاسفانه هنوز ظرفیت انتقاد پذیرفتن نداریم. به قول شما کارمون خیلی خرابه. آقای اکبری این جمله رو استفاده میکنی، 3 کلمه گفتم شده یه جمله، فعل داره، فاعل داره، مفعولم داره. اگه تونستید کلمات اینجوری به هم ردیف کنید که جمله ای معنی بده و 3 تا، میدونی مثلا آمریکایی‌ها میگن I love you فعل، فاعل، مفعول، 3 تا کلمه است. ولی ما ایرانی‌ها اگه همین دوستت دارم خواستیم به یکی بگیم، 2 صفحه حداقل باید انشا بنویسیم، گشاد گشادم بنویسیم. مثل ترامپ هم گاهی وقتی بیراهه میریم. در هر صورت اینو هر وقت میگی دوست عزیز، بگو به قول سوربی که دوستان بدونن من اینو سال 2003 گفتم، بعد از اینکه 4-5 سال با دوستان ایرانی مثل خودم مثل شما سر کله زدم، دیدم کارمون خیلی خرابه. تا روزی هم که امیدی داشته باشم با همین برنامه‌های فسقلی یک کمکی میشه وای میسم. اگر رسیدم به جایی که امیدی هم به درست شدن نیست، درو میبندم میرم دنبال کار و زندگیم، مثل شماها میشینم خوش میگذرونم، حمایتم نمی کنم و برنامه این و اون رو نگاه می کنم، گهگاهی هم فوش میدم اگر این حساب رو ببستن یه حساب دیگه باز کنم و الی آخر. خب نظریه ایرانی ها، نظریه آقای ترامپ رو هم ببینیم. البته این بهتون بگم که
ترامپ دیروز یا پریروز بود که رفت اینجا به خاطر کسافتکاری و گندی که سال قبل زده بود و رفته بود توی اون برنامه پورتوریکو اینجوری برای اینا دستمال حوله‌ای پخش میکرد. امسال بهش گفتن آدم باش، افسارش کشیدن، گفتن وقتی میری اونجا با مردم دست بده. حتی رفت یه پسری بد کوچولویی رو گفت من میتونم بغلت کنم، پسر به این گفت بله، بغل کرد و خیلی هم اینا تعریف کردن. خب کار درستی کرده، کار درست وقتی کسی انجام میده باید بگیم. از اون بر وایساد اینایی که یه آشپزی بلند شده مال اسپانیاست، تا الان 3 میلیون خورده خوراک درست کرده داده به مردم پورتوریکو و همین نورت کارولینا و ساوت کارولینا و فلوریدا و اینها. اسمش هم الان یادم نیست. در هر صورت اینم رفته اونجا وایساده داره به مردم خوراک میده. این صحبت از نظری نیست، ولی اینا هم با این کارهایی که میکنن بیشتر منظورشون تبلیغاته. الان ماه دیگه نوامبر، یه ماه خورده دیگه اینجا انتخابات میان دوره‌ای هست و اینا به شدت وضعشون خرابه، با همین کارا دارن وضع خودشون رو درست میکنن و متاسفانه این دموکرات‌ها هم خیلی وضعشون خرابه و هیچ کاری هم انجام نمیدن. آقا فرخ هم الان اومد، بعدن برو برنامه رو از اول نگاه کن، من اول برنامه راجع به شما صحبت کردم. ترامپ نظری میدهد، نخه نظری نیست، ولی تماشا کنید. این هم دیگه خوشمزه‌بازی ایرانیان که این رو نوارا چی میذارن، نمیدونم انشالله فلان باشی، نظر قبول باشه و اینا. اصلا از این صحبتای نظر و مذر و اینا نبوده و مسئله اینه که یه عده‌ای میرن اونجا داوطلب میشن، کمک میکنن و برای کسی که خونه و آشیانش فعلا از دست داده بهترین چیزیه که یه خوراک گرم درست کنن به اینا بدن، اقلا مریض نشن. این هم از این ماجرا. و اما ویدیوی رضا شاه که روی فیسبوک گذاشتم اینه، بذارید بهتون نشون بدم. بعد خانم نیر نوشته بود که این چون اولش میگه که این میرزای جنگلی داشت با روسا میجنگید و رضا شاه رفت چنین و چنان، این اصلش دروغه. من گفتم خب حالا شما اون چیزای دیگرم که میگه نگاه کنید و در این مورد نظرتون رو بگید تا من نظر شما رو هم پخش کنم برای دوستان. اجازه بدید میگم یکی از مشکلات این فیسبوک و رسانه‌های دست جمعی این شده که مردم کم حوصله هستن. اون وقتا یه برنامه میمد از این هفته تا هفته دیگه وقت داشتن دوباره نگاه کنن، سه باره نگاه کنن، در موردش فکر کنن، ولی الان هنوز این برنامه تموم نشده، یه جای دیگه باید بره. این آیا میدانید رضا شاه وقتی آمد یک قزاق بی سواد و فقیر بود، اما وقتی رفت گرچه باز هم بی سواد بود ولی صاحب یه جا گفتن 60 میلیون تومان، یه جا گفتن 600 میلیون تومان. دوستان میدونید که رضا شاه پولای نفت رو میریخته به حساب شخصی خودش و این یه اشکال بزرگه. خب آقای فرشید همشهری من میگه که منکر تاریخ نمیشود شد، اما رضا شاه کارهای برجسته زیادی هم انجام داد. وقتی رضا شاه آمد ایران ملوک طوایفی بود و او آن را یک پارچه ساخت. آقا این ملوک و طوایفی رو اشتباه نکنید، کشور ایران اگر شاهنشاهی بوده اونها ایالتی پادشاهی بوده، اونا باید شاه می شدن، آقای رضا شاه شاهنشاه می شد. این چیزیه که هی به ما میگن ملوک الطوایفی. آقا مگه همین آمریکا الان ملوک الطوایفی نیست؟ فرماندار اینجا آقای فلانیه، فرماندار اونجا خانم فلانیه، همه اینا توی روزی جمع میشن، تمام این گاورنرها جمع میشن، آقای ترامپ رئیس جمهور شاه شاهان هم میاد براشون صحبت میکنه.
اینا رو به ما اشتباه یاد داده. کسی که میاد صفحه تاریخ رو پاره میکنه، مصدق رو میبره بیرون، اینا میان صفحه تاریخ رو پاره میکنن، شاه رو میبرن بیرون، اشکالش میشه من و شمایی که با وجودی که میریم دنبالش فکر میکنیم میدونیم، دانسته هامون کافی نیست. لازم هست ولی کافی نیست. آقا این پیشرفت جو زمان، جو مکان رو در نظر بگیرید. ایران نفت پیدا شده، ایران سر چهار راه جنگ قرار گرفته، پل پیروزی اسمشه. شما میدونی هنوز کشورهایی که در مسیر جاده ابریشمه، از اون جاده ابریشمه نمیدونم هزار سال پیش، هنوز دارن سود و منفعت میبرن. من نمیدونم شما داری این کاری میکنی آقا فرشید، بچه های این آخونده فردا میگن بی برای پدر ما روزه بخون، اینا بهتون تلفن بی سیم دادن، اینا بهتون کامپیوتر دادن، اینا بهتون اینترنت دادن، اینا پلهای زیرگذر و روگذر رو. آقا نکنید این کارو. اگه کاری انجام دادن وظیفه‌شون بوده، پول گرفتن بابتش، اگر هم خدمتی کردن آفرین، ولی اگه کار خرابی انجام دادن، اونو شما هیچ وقت دیدی بری اداره پلیس مردمو بگیره هی یکی یکی بگی شما خوب بودی برو، شما خوب بودی برو، شما خوب بودی برو؟ یکی اگه سوربی تندرب میگیرتش، پدرش هم در میاره، جریمه‌ش هم میکنه. شما نمیتونی بری به آقای پلیس بگی آقای پلیس این سوربی تند رفت اینجا، ولی این خیلی آدم خوبیه، وقتی همسایه‌اش نیست میره روزنامه‌هاشونو برمی‌داره که دزدا نفهمن اینا. اینجوری کار نمیکنه. آقا اخبار شما نمیتونی یه تلویزیون بزنی از امروز سوربی رو استخدام کنی بری دالاس ایرپورت بشینی یکی یکی هواپیمایی که میان میشینن هی بشینن بیان هی مسافرهای سلام علیک کنی، شما بگید پرواز 67 هم از دبی آمد سلام خیلی خوش، پرواز 22 هم از ایران آمد خوش آمد، همه وای میسن حاضرن تو فرودگاه نشستن تو این ونا صحبت میکنن نمیدونم خوراک میخورن، همه وای میسن اگه یه هواپیمای چرخش باز نشد اونو گزارش میکنه. اتفاقا این اشکالی که آقای فرخ سپهرار هم به من میگه، میگه آقا همه بدی ها رو نگین خوبی ها رو هم بگین، 100 بار حداقل، حالا شاید 99 بار بهش میگم آقا شما بیا خوبی ها رو بگو، چند تا برنامه شما راه انداختی، تاراق تورو میکروفون از دستت میفته، کفشت میفته و آب میریزه رو کامپیوتر، چای میخوره، الان دارن دستم تکون میدم میترسم این چایی بریزه رو این چیزا، چند تا برنامه گذاشتی، چقدر چیزای خوب گفتی، چند تا طرفدار پیدا کردی؟ زیاد پیدا کردی؟ good for you، ادامه بده. پیدا نکردی؟ بیا بگو به مردم، بگو آقا خبر حاوی خبرهای بده، شما نمیتونی بگی من تصمیم گرفتم اخبار خوب بگم، امروز فلان مدرسه 300 نفر دانشجو فارغ التحصیل شدن جشن گرفتن. طرف میگه خب مرد حسابی تو دیوونه هستی؟ هر روز مدرسه ها بچه ها میرن درس میخونن میان، بچه هم بدبخت ها بیکار خونه ننابوباشونه. ولی اگه گفتی امروز همین دیروز اینجا اتفاق افتاده، یک جوون 26 ساله‌ای که البته میگن زنه ولی اکثری که نشون میده مثل مردان، این روزا هم دیگه نعوذم بالله زن و مردا یکی شدن، یک جوون 26 ساله‌ای رفته کارمند موقت هم بوده، اسلحه برداشته بیرون رایت اید اینجا و داخل زده چند تا رو کشته، مثل که تا دیروز 3 تا رو کشته بود، خودش هم زد مجروح شد، بردنش بیمارستان مرد. چه بهتر، اینایی که خودشونو میکشن من خیلی ازشون ممنونم که دیگه خرج رو دست مردم رو کم میکنن، اولا که خرج بیمارستان رو که مردم باید بدن، بعدم محاکمه و دادگاه و فلان، اگه یک ایالتایی باشه که میشه مثلا قتل درجه یک اعدام، اون که دیگه با مکافات 20 سال طول میکشه، بعدم هیچ، اونی که میزنه خودش میکشه. یه خانم ایرانی هم بود، باهایی بود، باهایی هم صداشون در نیومد، اونم جوان بود، اتفاقا تو تلویزیون اینجا هم برنامه گذاشته بود، تو تلویزیون ایتو هم برنامه گذاشته بود. اینا تندرو، اینا میشه خبر، اینا خبرساز میشه. باز امروز صبح میگفت، دیشب میگفت، یعنی صبح زود میگفت که یه جایی که به اصطلاح دیکره، دیکر برای اینجایی میگن که مردم حتی خونه هاشون بعضی ها میکنن دیکر، یعنی روزا مواظبت میکنن از بچهای دیگران، بعضیا بدون لایسنس و بدون اجازه این کار میکنن. گفت این اصلا ما نمیدونیم چرا شب بچهای مردم اینجا بوده.
بدبخت ننو باباشون دارن شب کار میکنن. شما برو تو این پمپ بنزینایی که بزرگ نوشته 24 ساعت وازیم، ببین کیا کار میکنه. یکی که کار میکنه میگه من شیفت سومه دارم کار میکنم، نه شیفت سومه اینجا، یعنی دو جای دیگه کار کرده. چرا سه شیفت کار میکنه؟ برای که این کلکا رو گذاشتن که به این بدبخت بیمه ندن. باید 20 ساعت اینجا کار کنه، 20 ساعت اونجا کار کنه، 20 ساعت اونجا. بعد به خاطر این سه شیفت دو سه بار، دو سه تا یه ساعت نیم ساعت رانندگی، حالا تصادف و پول و نمیدونم پارکینگ و اینا رو شما بذار کنار، اصلا دنیا داره به یه جایی میره که نگران کننده است. حالا شما هی بشین بگو که چرا توی تورنتو رفتن آقای ممقانی بلند شده پرچم شیر و خورشید ایرانه، که تازه حالا هزار نفر دیگه رو اون صحبت دارن، برداشته برده داده به یه نفر، آقا این پرچم آخونده رو بیار پایین اینو بزن. او بهش میگه آقا این تو سازمان ملل اینو میشناسن به عنوان ایران، تو برو هر وقت پخی شدی رفتی سازمان ملل تونستی این پرچم خودتو بذاری اونجا، ما هم پرچم تو رو نشون میدیم. کارمون چیه؟ بلند بگو آقای اکبری، کارمون خیلی خرابه. بله نه عزیزم، امروز اگه فرستادی بی خیال آقای فرخ، من امروز پیام آقای چیز مرتضوی رو پخش کردم و قرار من و شما همین برنامه رو اگه از اول نگاه کنی من همینو توضیح میدم، میگم ایشون سه تا پیام گذاشته، بعد من اومدم صحبت کردم، بعد بهش میگم آقا پیام بذار من پخش میکنم، گفته باشه الان میذارم. خب میدونم همه اون بالای 50-60 هستیم، بعد از دو ساعت برنامه نگاه کردن و اینا باید دستشویی بریم، هممون زن و بچه داریم باید کار خونه رو انجام بدیم، هممون زندگی داریم باید پول در بیاریم، ولی هممون یه چیزی هم باید داشته باشیم، ابلیگیشن، تعهد، قولی که به یه نفر میدیم، نه اینکه حالا بیام آقا من مسیج گذاشتم برو مسیج چک کن، مسیج شما اینجا میمونه، بعدن روز الان فردای شنبه و شنبه و اینها میشه، میام اون موقع به اصطلاح اگر در رابطه با برنامه ها بود چیز میکنیم. بله دوستان ببینید همینه که یه آدمایی تو جامعه ما نمودار میشن میان بالا. آقای لادن میگه علت این که تصویر از کیفیت بالایی مثل همیشه برخوردار نبود این بود که پس از پایان گفتگویمان دیدم کابل دوربین به کامپیوتر وصل نیست. من میدونم ایشون خواسته بیاد مسافرت، این دوربین لپتاپش آورده، اون چیزای مال استودیو اونجا مونده. من اینجا دیدم که ایشون یه دونه از این چسبایی هم که میزنن رو دوربین روی لپتاپشون بود و وقتی تصویر نبود گفتم احتمالاً اون چسب اونجاست. بنده خدا چسب رو کند، تصویر آمد، ولی کیفیت این دوربینای به اصطلاح انقدی مثل کیفیت و دوربینای ذره بین بزرگ نیست. الان یه چیزای جدیدتر اومده بهتره، مثلا لاجیتک C92 اینها $90 $100 بوده الان شده $50. اینا واقعا از این دوربینی که من دارم بهتره، ولی بعضی دوربینا هم شما فکر نکنید اگر یه دوربین تبلیغ کرده $2 توی ای بی این همون کار دوربین $6,000 رو انجام میده. اگه اینجور بود که اونا با دیوونه باشن $6,000 بدن دوربین، ولی برای کاری که من شما انجام میدیم، شما اگه بری دوربین $6,000 هم بخری تصویر با اون کیفیت بفرسی اینترنتت نمیفرسه. اینترنتت اگه بفرسه سیستم سوربی اونو بگیره خرابش میکنه. یعنی باید ببینیم، خیلی ها میگن شاه اینجوری بود پیشرفت کرده بود و اینا، میگن بله مثل این بود که ایشون رفته لمبرگینی خریده انداخته تو جاده شیراز فیروزآباد مسافر کشی. خب معلومه که این داغون میشه. آقا لمبرگینی شما باید نیم ساعت سوار بشی، یه هفته بدی راننده تمیزش کنه، یه هفته بدی مکانیک نمیدونم نگاش کنه، دوباره برای نیم ساعت ماه آینده که میخوای پوز بدی برای اون جاده اونجا فیروزآباد و شیراز و اینا، همون بنزای 190 و 200 و اینها بود که بعدم پیکان اومد. پیکان ماشین بدی نبود، درسته از لحاظ زمان عقب افتاد چون همونو نگه داشتن، یه قالب آقای خرمی بود کی بود خریده همونو تپ تپ میزد. بله حالا اتفاقا من بعد از برنامه میخواستم با آقای لادن تماس بگیرم
بگم یا اینکه رزولوشن تنظیم دوربینتون عوض شده اومده پایین، یا اگر این همونه اینها شما اصلا یه ترایپاد یه سپایه خودشون اومدن اینجا دیدن یه سپایه و یه دوربین بگیرید اینو دور بذارید، چون دیدم بعض وقتا صدای فن یا صدای پنکه لپتاپ هم توی اون میاد. آقای فیروزمند کیه؟ مجاهدینی که جدا شدن یه برنامه برای من فرستادن، من فوری بهشون گفتم این با لپتاپ ضبط کردیم و صدای فن شما اینجا میاد. من الان اینجا یه فن روشنه، اینو اگه روشن کنم که خیلی صدا میده، یه پنکه اونجا روشنه، اگر این فیلتره رو فیلتر نندازم روی میکروفون شما صدای اونو میشنوید، اگه صدا رو ببرین بالا صدای اینو میشنوید. همش اینه که ما چی داریم از وسیله اون استفاده کنیم. من فکر میکنم هنوزم آقای لادن اگه اون دوربین رو اگه بالای لپتاپشون اونو ببرن عقب‌تر روی یک چی بذارن، میکروفونشون هم میکروفون همون دوربینه باشه، نه میکروفون لپتاپ، چون میکروفون لپتاپ وقتی این لپتاپش داغ میشه چون داره ویدیو استریم میکنه صدا میده، این وورور این میلرزه میاد توی این. و بالاخره باید اینجا آمریکایی‌ها میگن ایرور ترایل اند ایرور، چون با شما اول آزمایش کنی بعدن به اصطلاح بفهمی کارت اشتباه بوده، اینا میگن آزمایش و اشتباه، اشتباه رو برطرف میکنیم درست میشه. خیلی ممنون از دوستان عزیز، ممنون از آقای فرخ، ممنون از آقای اکبر اکبری و نظریه ترامپ هم دیدیم. اون چرا ویدیوی چهارشنبه بلاک شده بود، اجازه بدین من اگر این عکس رو بتونم بهتون نشون بدم، یک لحظه به من صبر بدهید تا باور کنید 5 تا پروگرام تا حالا بستم که گرچه عکس‌ها رو گذاشتم فرستادم با این با چیز برای خودم با مسنجر با اس ام اس چیه پیامک هرچی، بذارید اینجا پیداش کنم ببینم که وقتی هم برای خودم میفرستم میذارمش توی Today یعنی برنامه امروز، بعد میرم دنبالش توی نامه‌های معمولی میگردم پیدا نمیکنم. کارمون یه جا و دو جا و ده جا و صد جا خراب نیست. این هم از این هی باید یادداشت می‌نویسم. اینو متاسفانه بذارید ببینم سوربی و از بس هم که ایمیل میگیرم، باور کنید من بعض وقتا دوستان رو میخوام جریمه کنم، میگم من از فردا صبح تا از ایمیلایی که برام میاد برای شما میفرستم، اون وقت شما از طرف من اینا رو جواب بده. بعد بعضیاشون میگن آقا خوب مغزی داری که این همه مدت به اصطلاح دووم آورده. بذارید من ببینم از طرف خودم به خودم اینجا نمیبینمش، یه لحظه اینجا نگاه کنم اگه ندیدم. بله پیداش، این عکسیه که اینم وقتی آقای پتیک به من گفت که آقا من همه جا رفتم پیدا نمی کنم، من گفتم بذار ببینم با تلفن دستیم نگاه کنی دوستان، چون من وقتی میزنم برای من باز میکنه، اینم یکی از حماقتای یوتیوبه، برای من باز میکنه و خب منم میبینم داره کار میکنه، میگم ای بابا امروز لابد پتیک حوصله نداره. ببینید اینجا به من نشون میده که هست، درسته؟ اینم نمیدونم 320 تا ویدیو اینقدر اومدن نگاه کردن، اینم تاریخ، اینم اینجا هم زیرش نوشته بود 309 نفر فلان. ولی حالا نگاه کنید وقتی تصویر بعدی رو میارم، این چیزی بود که بها ابهری به من گفت که آقا اشکالی پیش اومده، نگاه کنید اینجا، بله نوشته که this video contains content from believe a who has blocked in your country or، میگه این ویدیوی شما، ببین همینه ها، این ویدیوی شما یک محتوی یک چیزی هست از این گروه believe a فلان ها که این در بعضی از کشورها و در بعضی از مناطق یا منطقه ها به اصطلاح ما بلاکش میکنیم. خب این خیلی بده، به آدم بگید کجاش گفته بود این چیز هست به اصطلاح کاپی رایت داره، ما گفتیم بابا ما به اندازه فیر یوزج کاپی رایت استفاده کردیم. خودشون هم میگن اوکی پس دون وری ما با اونا تماس میگیریم، و خودشون بدونی که دیگه برات بفرستن بلاکش میکنن. اینه که ما چیکار میکنیم، میگیم همه تخم مرغا رو توی سبد نذارید،
هرچی لک لک میکنیم باز مردم تیوی دات کام رو نگه داشتیم که بتونیم از اون طریق ویدیو آرشیو اینا رو براتون بفرستیم. ولی اجازه بدید یکم هم راجع به آرشیو و بایگانی اینا براتون صحبت کنم. و من دیروز یا پریروز بود این مطب دکتر سوپانی این عکس رو دیدم. میدونید حالا مدرسه های اینجا باز شده، ولی یادتون باشه که فردا به اصطلاح فردا شنبه است، احتمالاً میشه چرا سی یکم، یکم مهر مثل یه شنبه میشه، یک شنبه مدرسه های ایران باز میشه. نگاه کنید این معلمه میگه که من و بچم به اصطلاح روی یک تخت خواب میخوابیم و من $1,000 پول این سوپلایز که میگن، این معمولا معلم ها سوپلایی که برای بچه ها دانش آموز ها خرج میکنن. دوستان اگر بچه تون رفته یه مدرسه ای اینجا تو آمریکا هیچ اشکالی نداره، را بیافتین برین اون مدرسه، به مدیر مدرسه بگید من وقتی اینجا بودم اصلا سیستم اینجا رو بلد نبودم، شاید یه معلم خوبم برای این بچه من کاغذ و قلم خریده باشه. این $100 رو شما بگیرید بدید به معلمایی که بچه چی میکنه، اینجوری میشه. ولی برگردیم ما اون به اصطلاح تصویر ویدیو و چجوری ببینیم و اینها. اگر اومدید روی صفحه مردم تیوی دات کام که دیدم این روزا خیلی کم میرن اونجا، ما مثل بهبانی معتاد نیستیم، اگر دو نفر برنامه رو نگاه میکنن بگیم 12,000 نفر، خانم شمیم، شمیم هم بگه آقا من اصلا برام مهم نیست، من برای چلو کباب اومدم. ببینید این صفحه، اولا وقتی میاین اگه دیدید اینجوری بهتون نشون نمیده، این ادوبی شما یا فلش پلیرتون به روز نیست. بذارید من اینو بیارم اینجا، این صفحه رو میبینید شما؟ اوکی. وقتی اینجوری میگه میبینید نوشته که ادوبی فلش رو ران کن. اینم هی چیزاییه که هی امنیت خواستن بذارن، با امنیت زیادی بعضی وقتا آسایش و رفاه رو ما از ما میگیرن. شما فکر کن که مثلا ما یه جایی 100 تا خونه باشه، تصمیم بگیریم خیلی میخوایم اینجا رو امن کنیم، به غیر از این که دم درش پاسدار خونه میذاریم، دو تا این ورتر هی تو بیا هی برات نمیدونم شب‌ها نگهبان، خب دیگه اصلا عاجز میشه، شما اینکه داری میرید زندان. اینا هم همین کار کردن، یه روز ادوب فلش باید آپدیت کنی، یه روز فایرفاکس و اینا. ولی اون چیزی که مهمه اینجا میبینید نوشته پخش زنده، امیدوارم وقتی میزنم برنامه ما رو داشته باشه زنده پخش کنه. میبینید داره پخش میکنه، میبینید؟ اوکی، حالا برگردیم اینجا، من این صدا رو ببندم. این ماجرایی که اونایی که فیزیکشون خوب بوده بلدن، میدونن وقتی تصویر تو تصویر میاد مثل آینه های چیز بی‌نهایت میشه و همینجور نشون میده، یا صدا وقتی شروع میکنه پیچش رو اینها. ما باید به آقای لادن بگم که احتمالاً چون این دفعه یکی دو بار پیچش صدا هم بود، بگم که یا با گوشی و اینها یا با اون میکروفون چیز اگه صحبت کنن صداش توی این نمیاد. خود اسکایپ یه سیستمی داره، قرارش بر این هست که وقتی من صحبت میکنم به اصطلاح بعد صدا پیچش پیدا نکنه، ولی ما چون این سیستم رو استفاده میکنیم، اون دوستان اگر وقتی هم صحبت نمیکنن، دیدید صحبت که نمیکنن همون هوا هی میره، هی صدای زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه، بعد میگن من یه چیزی شنیدم، بعد میگیم بابا ما چیزی نگفتیم. اینو که باید از این اسپیکرایی که میتونید صداشو ببندید و باز کنید. ببینید هنوز یعنی مثل اون قدیما یادتونه، قدیما وقتی کامپیوتر میخریدی دو تا بلنگو بغلش آویزون میکردی میچرخوندی، چراغ سبزی روشن میشد، بالانسش اینور اونور. حالا همه اینا داخل خودشه، هرچی اینا داخل خودشه یعنی کنترل از شما میره بیرون، میره دست اینا. باید فرض باشین، بلد باشین اونا رو بالا پایین کنین. اگه نه $10 $20 از این اسپیکرها بخرید بذارید، وقتی شما صحبت میکنید اسپیکر رو ببندید، میکروفون باز باشه، وقتی ساکت شدید اسپیکر رو باز کنید. ولی اونم یادتون میره بعض وقتا مثل امروز دیدید من اینو بسته بودم وقتی من صحبت میکردم، بعد که آقای لادن صحبت کردن گفتم ببخشید این قسمتی که صحبت کردید صدا بسته بود. اینم از این، چقدر ما به شما یاد بدیم.
بعدم میاد خانمه میگه آقای سوری من برنامه شما رو نگاه کردم چیزی یاد نگرفتم. خب تو اگر چیزی یاد میگرفتی همون سال وبا که اومده بود رفته بودی با اونایی که یاد گرفته بودن. بعد تو شیراز میگفتن تو اگه مالی بودی سال وبای رفته بودی. خب بله، بیاین اینجا نگاه کنید، اینجا نوشته آرشیو، این بالا، این بالا بالای مردم تیوی نوشته آرشیو. او یه وقت خدایی نکرده اشتباهی ماوستون رو دونیت نبرید ها، یه وقت خدایی نکرده اشتباهی ماوستون رو همیاری نبرین ها، حالا اگه بردین هم فوری بیارنش این وقت، یه وقت کلیک نکنین ها، چون اگه کلیک کنید یه صفحه رو به شما نشون میده که میگه $2، $10، $100، $1,000,000 بده به این تلویزیونی که 20 سال داره برای شما حرف میزنه، وقتی اومد اینجا مو داشت الان دیگه کچل شده. اوکی، حالا این آرشیو رو شما فشار که میدی، کلیک که میکنی، این عکس ها پیدا میشه. روی عکس سوربی که کلیک میکنی شما رو میبره این صفحه. دوستان ما هنوز عادت دارن به صفحه‌ای که من هر روز به روزش میکردم. بعد دیدیم این روش هم وقت میگیره هم گاهی وقتا اشکال پیدا میکنه، آمدیم اینو دیگه استاپش کردیم. من اصلا شاید همه اینا رو بردارم، همین آخری رو بذارم، این بالایی بذارید بزرگترم بهتون نشون بدم که احتمالاً اگه شما از کامپیوترهای کوچولو دارید استفاده میکنید بازم بتونید ببینید و بخونید. وقتی اومدید این صفحه، این نوشته بالایی میبینید آمد یا نه؟ بله، نوشته جدیدترین برنامه سوربی با مردم شامل آخرین برنامه امروز و برنامه های گذشته. اوکی؟ اینو کلیک که میکنید میبرتون تو صفحه ویدیوهای یوتیوب. حالا 1000 ساعت اینجا بشین، هرچی هم خانمت گفت برو بچه رو از مدرسه بیا، هرچی بچه‌ت گفت بابا نمیدونم کلاس تار و موسیقیم چیز شد، به هیچ که محل نذار، بشین فقط برنامه ها رو نگاه کن. خب اگه اینجوری کنی که زنت طلاقت میده، بچه‌ت هم فردا میاد تو دادگاه، اینجا بچه‌ها هم میتونن پدر مادرشون رو طلاق بده. اینم برنامه، ببینید الان برنامه زندرم داره اینجا نشون میده و اینم یکی از مشکلات ما شده. 13 نفر اینجا هستن، 8 نفر اونجا هستن، 5 نفر اونجا هستن، یعنی اون ماجرایی که میگو خودم کردم که لعنت بر خودم باد این شده. آقا اینستاگرام اومد، رفتیم دوتا دیگه ما رو تو اینستاگرام پیدا کردن دیگه نیومدن. آقا نمیدونم تلگرام اومد، رفتیم اونجا دوتا ما رو اونجا، خب دوتا اینجا، دوتا اونجا، دوتا اونجا. این بهوانی با همه خریتش دو سه تا حرف حساب زده، حرفای تقلیدی دیگران. گفت شما نگاه کنید این گنجشکا یکی یکی میان روی درختی، حالا به هر دلیلی حوضی دارین میخوان تو این حمام کنن، میخوان آب بخورن، میان میشینن روی درختی، ولی یه صدای تیر اگه آمد یا شما محکم اینجوری کردی همه این گنجشکا میپرن. این برنامه ها شده، این گنجشکایی که ما شماها باشیم توی 20 سال یکی 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 جمعتون کردیم، این پروگراما صد تا داره پخش میکنه. چه باید کرد من نمیدونم. دیدم آقای خوشنودی نوشته چه گویم که ناگفتنش بهتر است. من فکر کنم درستش این باشه، چه گویم که ناگفتنم بهتر است. امروز دیدم یه دوست یه جایی نوشته بود که داروی بیهوشی بعد از مرگ سهراب. گفتم والا من فکر نمی‌کنم اون موقع داروی بیهوشی استفاده می‌کردن، ولی نوش دارو استفاده می‌کردن. نوش دارو یا پادزهر چیزیه که فکر کنم از خود مثلا زهر مار درست میکردن میشده، شاید نوشدارو نه، شاید نوشدارو یه چیز دیگه باشه مثل مرهم که رو زخم میذاشتن اینا، ولی پادزهر این بوده. شعر اصلش اینه که نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی، که دیگه همم خوندن اینه، از بنان گرفته و شجریان خونده و اینها، که آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا. بذارید ببینم اینو من اینجا گذاشتم، هنوز دارم دنبال نوشته مولوی میگردم که میگه ای بسا دو نفر که زبان همدیگر رو نمیفهمن ولی همدیگر رو درک میکنن، وی بسا چند نفر که با یه ای بسا هندو و بله اینه از وبسایت گنجور هم براتون اینو میخونم. با این خوندن و حالا غلط خوندن و هرچی برنامه امروز رو
به پایان میبریم. امیدوارم از برنامه ها خوشتون آمده باشه. اگر از برنامه ها خوشتون آمده، حمایت فراموش نشه. من میگم اون وقتا ما یه پروگرامی داشتیم که وقتی میزدیم این ماوس رو میآورد روی کامپیوتر وسطی و میآورد اینجا. الان نیست، الان یه پروگرامی هست که کنترل، اونو که فشار میدی فقط یه چشمکی میزنی که ماوست اینجاست، ولی اگه اون دوتا خاموش باشه یا جلوت نباشه که نمیبینی. بیان این دیگه منم نمیبینی. با امید دیدارتون روز دوشنبه. گفت چی؟ چون سلیمان را سراپرده زدن، جمله مرغانش به خدمت آمدن. همزبان و محرم خود یافتن، پیش او یک یک به جان بشتافتن. جمله مرغان ترک کرده چیک چیک، با سلیمان گشته افزه. من نمیدونم خیک، من نمیدونم. این مولوی رو به یه دوستی گفتم، دوتا کتاب برای من آورد از ایران و یکیش مال شمس بود یکیش مال مولوی. همچین که چند صفحه خوندم گفتم خیلی ممنون، شما زحمت کشیدی، ولی من برمیگردم به همون خیام که خیلی ساده گفته. در صورت من دنبال این قسمت میگردم. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. گفتم منو نمیبینید؟ شما چقدر ساده لوحید که به حرف تلویزیون، به اصطلاح مجری تلویزیون اعتماد میکنید، اونم مجری تلویزیون ایرانی. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. اجازه بدید من اینجا بهتون نشون بدم. بله، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. شما هم میتونید در تلویزیون مردم نظر بدید، با این شماره تلفن تکست بفرستید، پیام بفرستید و همون موقع توی برنامه شما نمیتونید دیگه مثل قدیم صحبت کنید. این برنامه رو دیدید، بشینید نگاه کنید، نظر بدید، در برنامه آینده ازش استفاده میکنید. ولی من بیام اینجا آب به پاشو جارو کنم، گل و چراغ و فلان و سماور و اینا رو، گل و گل و گیاه و عمر آمده کنم، شما از راه بیا خوابیدی تو رخت خوابت، حالا مثلا عرقم کردی، شورتت هم در آوردی، زنگ بزنی، دیگه اون ممه رو لولو برد، باز برمیگردین به ممه. یه دوستی اینجا نوشته بود آقا به این آقای مرتضوی بگو دوشنبه درباره این کدوم دکتره که اینجوری نمیدونم دست برای خودش بنویسید. خب آمدی جانم به قربانت، آقای اکبری اینجا نوشته، خیلی ممنون آقای اکبری. آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا بی وفا، حالا که من افتاده ام از پا چرا. نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی سنگ دل، این زودتر میخواستی حالا چرا. این رو شهریار گفته. روز روزگارتون خوش و به اصطلاح بخیر. ممنونم از دوستانی مثل آقای اکبری، مثل همین آقای فرخ، مثل دیگران. اگرچه گاهی وقتی هم من بهتون نق میزنم، ولی شما از من پوست کلفت‌ترید و باقی میمونید و به عنوان کارگردان صحنه، به عنوان تهیه کننده با ما بودید و هستید. اگر شما ها نباشید، گفتم بهتون که قبلا یه دوتا عمه داشتیم زنده بود، حالا عمامون هم مردن، ما بریم برای عمامون برنامه پخش کنیم. پس با شما باید باشیم تا ما باشیم. از اون برم یادتون باشه این سربی خل و اون بهبانی معتاد و اون شهرام پرچم فروش و اون نمیدونم آقای امید شاشو. یکی که آقا این شیرازیه بهش بگو چرا قد میشاشی، گفتم تو ایران به اینایی که اینجور بود گفتن شاشو. آقا میگو من میخوام بشاشم توی قرآن. آقا تو بری قرآن بخری بشاشی توش چی کار میکنی؟ این قرآن رو میدازی سطل آشغال، درسته؟ دوباره میری یه قرآن دیگه میخری برای برنامه بعدی، چه کار کردی؟ تعداد فروش و نشر قرآن رو زیاد کردی. یه مش کارهای بی خود، یه مش کارهای احساساتی کردیم که تلویزیون ها به این روز افتاده. دستان ممنون و متشکر. یادتون باشه میگن یک دست صدا نداره. من و شما باد باشین تا صدا بده. شما حمایت، من اجرای برنامه. گاهی وقتی هم میشه با یک دست صدا درست کرد، اون موقعی که شما نیستی. سوربی
با بزن سر خود. روز روزگارتون خوش، به امید اینکه آخر هفته خوبی داشته باشید، سالم باشید، برقرار باشید. دوشنبه ساعت 12 ظهر با کانون آوا برنامه رو شروع میکنم، 2 بعد از ظهر سربی با مردم، 2:30 سربی با مرتضوی، 3 سربی با آقای پرویز مینویی. مرسی.